با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این نهمین روز از چهارمین ماه در پانزدهمین سال از سومین هزاره خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس دارم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانند. عرضم به حضور شما، همونطور که دیروز برز رساندم امروز و روی صفحه مانیتور ملاحظه میکنید، امیدوارم که تیونینگ رادیوی ما هم برگشته باشه و اون عزیزانی که از طریق تیونینگ دنبال میکنن، ولی ما همچنان روی شادکست هستیم، روی تلفن 712 هم هستیم، اگر میتوانید از اونجاها دنبال بکنید. اگر مشکلی هست مجددا خوشحال میشم که از شما بشنوم و نقایص رو برطرف بکنیم. میدونی که به هر حال پس از اون ماجرای هک شدن ما و از بین رفتن یکی دوتا از کامپیوتر، یه دونه کامپیوتر مرکزی ما، همه این سیستم ما به هم ریخته. بنابراین ما در تلاش هستیم که ذره ذره اینا رو دوباره برگردونیم به حالت اول، که کاری بس دشوار است. اما علی حال شما عزیزانی که از طریق رادیو و یا شماره تلفن 712 پیگیر برنامه هستید، برزد برسانم که امروز گفتگو میکنیم با دو عزیز نازنین، دو میهنیار خوبمون، آقای حشمت رئیسی و همچنین آقای منفردزاده. علت این که از این دوستان دعوت کردم این هستش که در پی صحبتهایی که آقای رئیسی در طی جلساتی گفتن و من هم در آقای منفردزاده هم که در سفر بودن، ما دسترسی به ایشون نداشتیم، اکنون خوشحالیم که از سفر برگشتن. وقتی باشون صحبت کردم، آقای منفردزاده هم استقبال کردن که در برنامه حضور داشته باشن، بنابراین از آقای رئیسی هم خواهش کردیم، ایشون هم پذیرفتن مثل همیشه. بنابراین میریم با این دو تا دوست نازنینمون گفتگو میکنیم و طبیعتاً راجع به همین موضوعاتی است که در جلسات گذشته مطرح شد، راجع به سینمای ایران و فیلم‌هایی که آقای منفردزاده درش نقش داشته و نقدی که آقای رئیسی کردن، و امیدوارم که این باعث بشه که در حقیقت اون عده‌ای که فکر میکنن که ما در جهت این استیم که انشقاق ایجاد کنیم، شکاف ایجاد کنیم، این ما همچه قصدی رو نداریم و اصلا من چنین نقشی رو برای خودم هیچ وقت در زندگی متصور نبودم. بنابراین ما فقط نقش یک رسانه رو تلاش میکنیم بازی بکنیم و اینکه به قول آقای منفردزاده همگان بتوانن حق اظهار نظر داشته باشن و بتونیم که به یک تمرینی در جهت آزادی بیان دسترسی پیدا کنیم. من بیش از این وقت شما نازنینان رو نمیگیرم، میریم بخش اول رو در اختیار این دوستان میگذاریم که البته در بخش دوم تلاش خواهم کرد که وارد موضوعات دیگر بشویم و مسائلی که مطرح است و جاری است نظر این دو بزرگ رو بشنویم. بنابراین اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام بکنم به این عزیزان. دوستان خیلی خوش آمدید، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه حضور پیدا کردید. میکروفون در اختیار شما دوستان است، هر کدامتون که تمایل دارید میتونید که مطلب رو آغاز کنید و ببینیم که ما هم سراپا گوش خواهیم. بفرمایید. من فقط میخواستم پیش دستی کنم و به دوست گرانقدر جناب منفردزاده سلام حتما شو عرض کرده باشم و در این حال تبریکم بهشون گفته باشم، سال نوروز سال جدید رو، و همینطور به دوست گرامیمون آقای بهبهانی و شنوندگان و بینندگان محترمتون در خدمتون هست. من هم سپاسگزار جناب رئیسی، من هم آرزو میکنم سال روز و روزگار بهتری برای هممون و البته امیدوارم که بهار که میاد هر سال نوروز همراهش باش و روز نوی باشه برای نگرش نو و نتیجهش رهایی مردمان و در واقع شادی و عید همه مردم. من هم سپاسگزارم، خوشحالم که در این برنامه هستم و همینجا من شروع کنم. آقای بهبهانی اشاره کرد به نقد شما، من خب بگم که با نقد و نظر شما
من در خودی ندارم، چون نقد نظر نظر هر کسی هست و نقد هست. من فقط خواستم که این نشست رو در خدمت خود جناب رئیسی داشته باشیم که من وقتی شنیدم مقداری راستش ناراحت شدم، یعنی اول آزرده خاطر و بعد ناراحت و متعجب. همین رو باعث شد که من این ماجرا رو در واقع خواهش کنم که اجازه گرفتم از آقای بهبهانی هم تا آقای رئیسی که بذارید این نوروز و این در واقع شادی و هر حال هر جور فکر کنیم شادی خوبه، شادی حتی موقت، شادی حتی ظاهری، دلشادی موقت، این رو تلخش نکنیم با گفتگویی که احتمالا ممکنه نتیجهش تلخ باشه، ولی نه سعی میکنیم که نباشه این تلخی. و من خواهش کردم که بعد از این روزگار نوروز یا این عید یا این بهاریه باشه. و موضوعی که من خواهش کردم که راجع به صحبت کنیم در واقع نه نقد آقای رئیسی هست نه نظر ایشون راجع به تمام مقولات مختلف توی این مصاحبه. من فکر کنم تقریبا موضوعی نبود که ایشون راجع به صحبت نکرده شما، حتی هر کسی نظرشو بگی. ولی یک جایی در این ماجرا که من خواهش کردم آقای بهبهانی آماده کردن برای که ذهن هممون از جمله خود آقای رئیسی و من و بیننده شنونده های برنامه میهن روشن بشه ما راجع به چی میخوایم صحبت کنیم، اون دقیقه 3 دقیقه هستش که لازمه که دوباره پخش بشه که من نقد و نظر آقای رئیسی هیچ بحث و حرفی ندارم. راجع به نقل قولی که ایشون از قول من نقل قول از من میکنن، اگه پخش کنید دقت کنید خود جناب رئیسی هم متوجه خواهند بود که از من چون نقل قول میکنن این نقل قول نادرسته و دارم میخواد این روشن شه. همین خلا اگه میشه جواب مالی زحمت بکشید و این نقل قول رو پخش بکنید و بعد گوش میدید، بعدش دیگه من و آقای رئیسی میتونیم گفتگو کنیم، من بپرسم ایشون جواب بده، ایشون بپرسن من پاسخ بدم، به هر حال این گفتگو به یک نتیجه میرسه که روشن میکنه اون زوایای مبهم این اتفاق رو. اگه لازم آماده هست محبت کنید پخش کنید. 3 دقیقه هست. بله بله بذارید که من اینو پخش. منم در صورت کارم گوش دادن یا خواندن مطالب و اینها هست، از پشت پرده ها هم اطلاع ندارم، از طریق همین ها به پشت پرده ها میرسم، به مسائل میرسم. ایشون در مورد سفر سنگ گفتن، در همین رسانه ها گفتن فیلمنامه سفر سنگ محتوای چپگرایانه داشت. سواکم چند وقتی بود که به من پیله کرده بود، دست از سرمان بر نمی داشت، طبیعی بود که به فیلم نامه سفر سنگ هم مجوزی داده نمی شد. سواک به صورت فردی مرا خواست، خواستار تغییر فیلم نامه اثر شد. کسی که با من در سواک صحبت می کرد به من گفت اگر می خواهی فیلم نامه سفر سنگ ساخته شود، برو و کیمیایی رو وادار کن که انگاره های چپگرایانه و دیدگاه های کمونیستی رو از فیلم حذف کنن و به جایش انگاره های دینی بدان بیافزه. ضمن این که سعی کنید کسی که قهرمان فردی این داستانه است حتما یک کولی و فردی خارجی باشه، پرسوناجی که یک غریبه است، حتما از خارج روستا آمده. فردی که این حرفا را به من میزد بارها تأکیدی بر روی این قضیه داشت، اما تمام منویات ساواک را بدون اینکه مسعود بویی ببرد با او در میان گذاشتم، چون اگر به اصل جریان پی میبرد، یعنی مسعود، حتما از ساخت فیلم انصراف میداد. گفتم تو این تغییرات رو اعمال کن، وام ارشاد یا فرهنگ و هنر با من. البته این نکته را اشاره کنم، طرف فرهنگ ساواک با قول تغییرات در فیلمنامه قول وام را به من داد. مسعودم تمام نظریات مرا از سالها قبل چشمت و مقاومتی برای تغییر فیلمنامه نکرد. جناب بهبهانی، خب اینها رو که من گفتم
حالا دفعه قبل این دقت نبود، ولی تو همین چارچوب همین مضمون نبود. میشنویم نظر شما دوستان، ببینیم که مشکل داستان در کجا بود. آقای منفرد‌زاده، شنیدیم نقل قول از من هست، تمام اونجا که من اونجا که میگه من خواست ساواک منو صدا کرد، یعنی منم که دارم میگم اینجا، ایشون نقل قول از من کرده، یعنی در رسانه ها اولش هم اول اشاره میکنه که در رسانه ها، در مصاحبه ها، در رسانه ها من گفتم اینا رو، من رئیس، یعنی ساواک مثلا رئیسم در واقع، منو خواسته که این کار رو بکنم. تمام اون چی که نقد شد، خب جناب رئیسی باید بگن که اینو از کجا گرفتن و چگونه بود که نقل قول از من شده. این یه دروغ بزرگه که برای هر ثانیهش واقعا باید یه بار من خودکشی کنم اگه من چنین کاراکتری بوده باشم. حالا باید توضیح میدم، دلم خواهد آقای رئیسی بگه که این از کجا گرفتن، آیا میدونستن که این در واقع پوست خربوزه مشرق، سایت مشرق یا نه؟ بله جناب منفرد‌زاده عزیز، اولا میکانیزم ساواک رو من خیلی خوب میدونم. من و دوست دیگه کارگر من رو بارها ساواک ری خواستن دیگه، و نه من ساواکی بودم نه رفیقم، بلکه آقای معصومی رئیس ساواک ری خیلی راحت سعی میکرد از طریق تطمیع، از طریق تهدید، از طریق فریب و سوء استفاده حتی از اتوریته های خطرناک چکار بکنه، مطلبی رو که ما میبایست به کارگرها برسونیم و انجام بدیم، چه بسا که ترفندها و فریباشون بسیار هم پیچیده بود، چه بسا که یه کارگر میتونست فریبم بخوره و همون چیزی که اونا میخواستن بره تو جامعه الغا کنه. به عنوان مثال میگم، در سالهای 52 فکر میکنم، چون اعتصابات استمرار پیدا کرده بود و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران هم نسبت به نفت بسیار حساس بود، علت حساسیتش هم این بود که در سال 47 اعتصابی شده بود در همون منطقه شهر ری، کارگران خط لوله، کارگران پخش ری تظاهراتی کرده بودند یا اعتصابی، این توی بولتن خبری شاه اطلاع پیدا نکرد. غروب یا فردای اون روز رادیو ملی، همون رادیویی که در باکو اون موقع پخش می شد، خبر رو منتشر کرد. معلوم بود مدیریت این اعتصاب دست توده ها هست. شاه به شدت برآشفته شد به دستگاه امنیتی که من بعد کوچکترین خبر نفت رو باید به من اطلاع بدید که من از رادیوهای بیگانه نشنم. به خاطر این حساسیت بود. بعد استمراری اعتصابات، یه روز ما رو خواستن ساواک ری، این دفعه دیگه خیلی قوی تر بود مراسم، همه چهار میخه، خود تیمسار سرهنگ معصومی خبردار ایستاده بود و میز بزرگ و گل و همون فضا ما رو مرعوب کرد. تا حدودی چه اتفاقی داره میفته؟ این یه مرتبه شخصی آمد، ارتش بود، سپه بود، که اونجا معرفی کرد، فهمیدیم تیمسار نصیریه، معروفه. آمد و گفت، فرمان آورد، یعنی با این کلمات، من الان از پلوی اعلیحضرت میام، ایشان فرمودند ما یه شرکت نفت، یک مؤسسه نظامی است، هر کی میخواهد کار کند کار کند، هر کی نمیخواهد برود، با همین تحکم و مختصر، یعنی دیگه قانون کار بی قانون کار دیگه، حق اعتصاب و حق اعتراض تعطیل. خب حالا ما باید بریم این رو منتقل کنیم. بلافاصله همینطور که دور میز بودیم پرسید اسم تو چیه؟ اون میگفت خواستت چیه؟ دیگه کسی خواسته کارگره رو بیان نکرد. یکی گفتش که من دیپلم گرفتم میخوام کارمند بشم، نشد. یک دیگری گفت بام مسکن، سومی همه مسائل شخصی، تا
به ما رسید. منم واقعا از همه جوانتر بودم سنم، این مقداریم حقیقتش اون فضا منم مرعوب کرده بود. من دیگه نمیتونستم نگاه چشم طرف بکنم چون پشتش اعلیحضرت بود و با خلافت با اعلیحضرت هم میشه با هر کفا خلافت کرده، با ایشون دیگه نمیشه. فقط من گفتم که اسم ما پرسید چه مشکلی داری؟ من هم گفتم همینطور ناخودآگاه گفتم کارگرها گرسنه‌اند. بعد عصبانی شد، اونم کارگر شرکت نفت گرسنه. خب من قلوف کردم در گرسنگی، یعنی که خب مشکل مالی دارن. گفت سر به داغ بریزیم تو دهنشون. من هم ناخودآگاه بلافاصله جواب دادم نان ارزان تر از سر گرانه. این دیگه برآشفته شد. حالا با وجود این فضا ما وقتی که رفتیم با بچه‌ها مصلحت کردیم چی بگیم؟ بگیم اعلیحضرت گفته. خب همه فرار میکنن، کسی اعتصاب دیگه نمیکنه. بگیم هم حتی تیمسار معصومی بعد بازم سنگینه برای کارگر، هنوز ظرفیت نداره. و تصمیم گرفتیم بگیم، من گفتم تو با دوستمون گفتم بگیم یک مثلا تیمساری آمد یا چه چیزی گفت، یعنی سعی میکردیم تحریک بکنیم از اون ور. یعنی منظورم اینه که این فضاها رو من خیلی خوب آشنا هستم، به این معنا نیست که اگر من میرفتم میگفتم آقا بساط جمع برای مدتی نامعلوم اعتصاب بی اعتصاب، این نه ساواکی میکرد من و نه فران، بلکه حالا یا مصلحت رو در این دیدم که این کارو بکنم، یا مرعوب شدم، یا هزار دلیل روانی و مسائل دیگه میتونه باشه. از نظر با توجه به این شناختی که از میکانیزم ساواک تو بخش کارگری دارم، تو بخش‌های مختلف و هنری و فرهنگی دارم، اینا به هیچ وجه منظور من این نیست که اون اتفاقا نه آدم‌های با نفوذ رو میبردن، نه آدم‌های بی تأثیر رو، آدم‌های با نفوذ میخواستن که این کار صورت بگیره. حالا این از این، به هیچ وجه منظور من این نیست که بگم شما منتسب به چنان جایگاهی بودی و خدا اینا کرده به قول مسلمان ها وست تخریب شما را داشته، اصلا به این فکر نرید یا چیزی. دوم به قول شما در رابطه با این بحث به نقل از شما و آقای فاضلی هفته ها در تلویزیون سرتاسر ایران فکر میکنم کانال هفت بحث شده در مورد سفر سنگ، اون حسن عباسی یکی از مدعیان قضیه بوده و این فیلم رو یک فیلم کاملا اسلامی و ایدئولوژیک و یکی از استثناء فیلم های فارسی که بر اساس آیه شریفه فلان درست شده و از این بحث ها بحث شده، مخالفین و موافقین صحبت کردن، در نیجه این رفته، این نقل قول مال من، یعنی ساخته خود من نیست، این نقل قوله که اتفاق افتاده که به نقل از شما گفته شده در تلویزیون تپش، تلویزیون های دیگه لس آنجلسی این مباحث طرح شده. حتی دوستان من به این تلویزیون ها مراجعه کردن تا نوار پیدا بشه، ولی این تلویزیون ها اغلب هست و برخی هاشون آرشیو هفتگی هم ندارن، چه برسه آرشیو های چند ساله، برخی هاشون تعطیل شدن. با وجود این دوستان من تلاش کردن که مجموع اطلاعات رو که در این زمینه صورت گرفته، نوشته ها، نوشته های صوتی، مسئله استرا گفتگوها، اینا همه برای آقای بیبانی فرستاده بشه که احتمالا در اختیار شما گذاشته. این مجموعه چیز هست. به همین دلیل یک به هیچ وجه این شایبه رو نخواستم من انتقال بدم که شما وابستگی یا دلبستگی های ویژه‌ای با ساواک داشتی، بلکه میکانیزم کار رو چون میشناسم اینجوری میتونه باشه و این تغییرات رو به اصطلاح صورت گرفته باشه، که البته با توضیحات جناب‌عالی که گویا طرفداران علی شریعتی تونستن این دیدگاه را بهشون منتقل کنن و این مفاهیم مذهبی جایگزین کنن، اطلاع من نداشتم چنین چیزی. حتی
با توجه به این که شناخت دقیق دارم از عمل کرد آقای شریعتی، اما که اومد زندان به اصطلاح، چون در زندانم ما زندان ندیدیم، تمام امکانات لازم رو در اختیارش گذاشته بودم، رزاب از بیرون می اومد، تلویزیون داشت، همه امکانات داشت، فقط این رو خواسته بودن که خب این چیزهای ضد مارکسیستی که شما دارین و توانام هستید قلمی کنید تا تو کیهان چاپ بشه. به دو سه ماهی کارش این بود و در نیجه عملا در راستای اون خواسته سواک که دشمن اصلی خودش رو در اون مقطع چپ میدانست، از ابزارهای مذهب یا همه ابزارها برای کوبیدن استفاده کرد. و بعدش هم حالا ما میام بگم آقا شریعتی سواکی بوده، مشکل من مدرکی نمیتونم ارائه بدم، گرچه اسنادی تو جمهوری اسلامی چاپ شده که این داله بر همکاریشون هست. من باز ادعای چنین نمی کنم، چون نگران این هستم که جمهوری اسلامی برای زدن مخالفین خودش که طرفدار تفکر شریعتی هستن این کارا رو کرده باشه، ولی در صورت در این مورد تردیدی وجود نداره. و اینکه اون دو نفر هم از سفر سواک رفته باشن، پیروان شریعتی هست، و چون اونها در یک چیز استوار بودن، اونم ضدیت با مارکسیست، و تمام هم و غم خودشون رو در مبارزه ایدئولوژیک بر علیه مارکسیستا استفاده میکردن، و عملا هم تو دوران جنگ سرد همین ضدیت اسلامگرایان در منطقه در ایران در ضدیت با مارکسیست بود که اونا رو نه تنها همسو کرد بخشن با سواک، بلکه همین توجیه همکاری ایجاد کرد با CIA. نمونه هاش هم تو منطقه بسیار زیاد هست، بسیار زیاد، تا حد خود ایران و تشکیلاتی که انجمن های اسلامی در خارج درست شد، هر جا نگاه میکنیم رد پای CIA رو کاملا میشه مشاهده کرد. بحث اصلی من اصلا این نبود، بحث اصلی ما با آقای بهبانی از اینجا شروع شد که بحثی بود که قبلا توی تلویزیون اندیشه استمرار پیدا کرده بود، چندین و چند جلسه با آقای تقی‌زاده و آقای اعتمادی بود و بعدم به شکل دیگه ادامه پیدا کرد، که این انقلاب چی بود؟ ساخته دست خارجی بود؟ توریه توته اون رو توضیح میده و به اصطلاح قول یکی از این نظریه پردازان طیف سلطنت، تئوری ناسپاسی، همچه چیزهایی رو که برای اولین بار میشنیدم، چون تئوری های انقلابات من دقیق خوندم، یه تئوری جدیدی هم شنیدم، تئوری ناسپاسی ملت ایران، خب اینم روش. و من معتقد بودم که انقلابات یک سری عوامل عینی داره، یک سری عوامل ذهنی داره، این دوتا باید در کنار هم قرار بگیره تا انقلاب صورت بگیره. و توضیح هم دادم عوامل عینی رو چجوری به وجود اومد، بحران اقتصادی چجوری به بحران اجتماعی فرارویید، به بحران سیاسی تبدیل شد، و این بستر اعتراضات و اعتصابات و شورش ها رو خارج از اراده این گروه یا اون گروه سیستم به وجود آورد. عامل ذهنی هم که به اصطلاح داشتن یه توری هست، داشتن یک شبکه گسترده به قول آقای لنین، یه نیروی پیشاهنگ، نیروی که بتونه این جنبش رو مدیریت کنه، هدایت کنه، که توری میخواد، استراتژی میخواد، تشکیلات میخواد، قدرت مالی میخواد، همین ها به اعتقاد من این بخش نظریش، فرهنگیش، تو ایدئولوژیکش، همین ها رو به اسلامگرای آوردم. من نظرم این بود که آگاهانه و یا ناآگاهانه خود سواک در این مسئله نقش داشت. ناآگاهانه چرا؟ چون اینا اومده بودن هم مصدقی‌ها رو تو دانشگاه میکوبیدن، ملی‌گرایان رو، و هم چپ‌گرایان، گذشته از این که توده‌ای، فدایی، چپ نو، هر کدوم چپ‌ها رو میکوبیدن، چون اینا رو دشمن میدونستن. همین باعث رشد اسلام‌گرایان شد، باعث رشد فرهنگ اسلامی شد در جامعه. و بعد از این زاویه که رفتم
به نجی رسیدم که مهمترین تأثیر رو تو توده عوام جامعه فیلم بازی کرد. رو این بحثم کاملا میتونم آماری اینو ثابت بکنم که چگونه به اصطلاح از سال 49 تا 55 آمار کتاب سقوط میکنه پایین، تئاتر سقوط میکنه، همطوری روند نزولی داره همه بخشای هنری. تنها جایی که سقوط رو میبینیم از نظر تعداد فیلم و بویژه بیننده سینما هست و اینجا اغلب مفاهیمش ترویج لومپنیز بوده، ترویج لومپنیز به شکل آشکار. روی مبحث هم بحث میکنم. حتی برای من شگفت‌آور شده که مثلا شخصی مثل آقای مسعود کیمیایی خودش هم لحاظ اجتماعی وابسته به این قشر فرهنگیه که با این سماجت و پیگیری به صورت مروج لومپنیز تو ایران شده، یا در صورت نه میتونه آدم وابستگی به قشری نداشته باشه، مثلا طرف مثل آقای انگلز به کارگر نیست ولی از زاویه منافع کارگران به جهان نگاه میکنه، به پدیده ها نگاه میکنه، یعنی جهان نگریش برخواسته از این طبقه اجتماعی است. طرف میتونه لومپن نباشه ولی در این جایگاه به پدیده ها نگاه میکنه، به زن، به اصطلاح اقتصاد، به قانون، به نظم، به هرچی. من رو هر کدومش رفتم دیدم فقط یه لومپن میتونه به جهان اینجوری نگاه کنه. نظم ستیزه، قانون ستیزه، به شدت افراطی مذهبیه، یه متافیزیک مذهبگرایانه هار داره و بعد معروف هم هست به چپ. من هرچه نگاه میکنم شاید چپ فرهنگی اسمشه بزنم، چپ طبقاتی نیست. چپ فرهنگی همین که یه طرف خیر است، یه طرف شر است، یه طرف فلان است، یه طرف بامان است، اهورمزداست، اهریمن است، نبرد خوبی با بدی، نهایتش دیگه بگم اینه. در صورت موضوع این است. پس بنابراین اگر خلاصه کنم وقتم به جناب منفردزاده بدم، اگر این سوء تفاهم پیش آمده، من به هیچ وجه قصد اینچنینی نداشتم، به هیچ وجه، به خودم هم اجازه نمیدم. حتی مواردی رو که در مورد خیلی اطلاعات دارم به صورت رو نکردم تا حالا، چون بعد از انقلاب تقریبا بخش بزرگی از آرشیوهای ساواک دست سازمان افتاد و من هم مسئولش بودم، مسئول آرشیو بایگانی بودم. تمام اینا رو با کد گذاری از درون زندان ها گزارش دادن، با آقای ثابتی گزارش میدادن با کد. من پیگیری کردم که این زندانی در زندان شیراز، در زندان تهران، در این تاریخ ها کی بوده. به صلاح حدس نزدیک به یقینم پیدا کردم که فلان کس بوده. ولی با وجود این که صدها مدرک بزرگ در زمینه های مختلف داشتم با کد گزارش، همینا دست مسکوت گذاشتم، چرا که ممکن بود 10% 5% اشتباه کنم، با حیثیت انسان ها بازی نباید بشه. به همین ضربه خطای محدود هم منم باز داشته. با توجه به این توضیحات فراموش کنید اگر شما حرفای من برای شنوندگان شما ممکنه این القا رو کرده باشه که بسیار انسان شریفی مثل آقای اسفندیار منفردزاده ارتباط تشکیلاتی داشته با ساواک، حقوق بگیر ساواک بوده، من چنین قصدی رو اصلا نداشتم و با اون توضیحاتی هم که دادم اظهار کردم به ساواک خارج از اراده من و شما بوده. هر وقت هم منم میخواستم مجبور بودم برم، اصلا به فکر کسی میرسه بگه من نمیام، من تو چیزی نبوده در اون دوره و میرفتم و در صورت بستگی به وضعیت فرد داشت دیگه، چیکار بکنه چیکار نکنه. و از این کارام کار روزمره ساواک بود، اظهار کردن ها، صحبت کردن ها، نصیحت کردن ها، پیشنهاد کردن ها، همه چیزا امر عادی و طبیعی بود و شامل حال بسیاری از افراد، توی کارگران، توی دهقان ها، توی کت خداهای ده حتی گرفته تا معلمین و
همه دانشگاهی ها همه جای این پیدا حضور داشته. زیاد سخت نگیرید در جناب آقای، در خدمتون هستم. این نظر شما من نظر ندارم، من پرسشی کردم نمیدونم آقای مزوانی پاسخ من بود یا نه. شما باید خودتون بگید که پاسخ شما پاسختون رو گرفتین یا نگرفتین دیگه. فعال پاسخ نبود، اگه بود که خب من دیگه حرفی نداشتم. من فکر کنم وقتم داره تموم میشه. نه وقت داریم ما یک ساعت و نیم وقت. من ندارم، من تا هفت یعنی تا دوازده دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. ایشون بیست دقیقه، ایشون حدوداً 20 دقیقه صحبت کردن، ایبی نداره. به همه جا رفتن، حتی اشاره کردن در تلویزیون تپش مثلا. ایشون من پرسیدم این نقل قولی که از من کرده ایشون، جناب رئیسی شما از قول من نقل کردید و این هست سریع حرف رو ایشون پخش کرد. آقای ببایید شما از قول من نقل کردید و حالا الانم باز اشاره کردید در تلویزیون تپش، هر وقت خواستید تپش مصاحبه های من اونجا هست، من میگیرم کپی رو بفرستم. و ولی شما خودتون میدونید که شما روخانی کردید. بس نیست اصلا صحبت من نیاد، خواهش میکنم. شما حرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو از روی سایت مشرق اینن یعنی بذارین نشون بدیم روخانی کردید، رفتید حتی کانسپت رو نگرفتید خودتون بیان کنید. این روخانی که یعنی اعتمادی که به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دارید از کجا نشأت میشه، نشأت گرفته؟ و اینکه شما اونو پذیرفتید و هنوز ندانستید کد کیمیایی میدونه آقای فاضلی، میدونه رفت آقای حسین گیل بود، میدونه ارزشمند هنرمند هوشنگ بهارلو در پاریس، میدونه که خود کیمیایی هم خوب میدونه که چرا من از این پروژه جدا شدم و کی جدا شدم و درست سر همون صحنه که فیلم برداری، سر صحنه فیلم برداری نرفتم تو ده زیاران که سینه زنی و امامزاده رو میگرفتم، همونجا قطعه یعنی گفتم من نیستم، قرار بود من کار کنم، فیلم و موزیک بزنم، همه کار بکنم. اینو حتی وقتی شما نمیدونی اب نداره، شما نظر هرچی بدید من حق ندارم اعتراض کنم به نظر شما، خوبش میگم درست نیست نظر من. اما شما نقل قولت نادرست و دروغ از من کردید، حتی الان هم نمیگید که این نقل قول از سایت وزارت اطلاعات کردید، از مشرق کردید. ببینید 20 چند دقیقه صحبت کردید، همه چیزهای دیگر رو باز گفتید. البته شما رو ساواک خواسته رفتید، گفت نمیخوام بگم کافر همه رو بکش خود پندار، ولی من اجازه اینو بدونید اقلا اولا کیمیایی رو خیلی دست کم گرفتید. چون خیال میکردید یا خیال میکنید که من اگر میخواستم به اون میگفتم که آقا اینو چیزای مذهبی بذار مارکسیستی کمونیستیشو در بیار، اون میکرد. نه، کمان که سر فیلم خاک آسانه کار دولت آبادی که من در واقع واسطه شدم که این داستان ایشون موافقت کنه، قصه درازه. اونجا من خواهش کردم آقا این استثمار و استعمار قاطی نکن، این داستان نمیخواد بگه استعمار خارجی، این استثمار داخله. حالا که قبول نمی کرد و نکرد، حالا که داری این زن خارجی رو میذاری به عنوان کسی که سمبول استعماره، یه سیاه لشکر زن دیالوگ هم که نداره این قسمت، یه سیاه لشکر رو بذار، سیاه لشکر فیلم فارسی، دوربینم تکون ندید، همون هم یه شات هم از اون، یه عکس هم از اون بگیرید، تو مونتاژ تصویر رو بگیر. مسعود جان حتی این کار رو نکرد و من اتفاقا زندان بودم، نه دو سه بار من خواستم، نه شما خبر ندارید، من 9 ماه آب خنک خوردم زندان، اصلا اعتبار نیستم اینجا بگم. زندان توهین به شرف و حیثیت انسانه. اونایی که درجه میدن به خودشون که بیشتر زندان بودن، وای به حال اونها. حالا بمان حرف تو حرف میاد. دوست عزیز من خواستم حتی اینو که این کارو بکنیم، داستان دولت آبادی رو خراب نکن. توی زندون که بودم شنیدم دولت آبادی جلو دانشگاه اطلاعی داده، درست نکته ای که من بهش گفتم نکن این کارو کرد. کیمیایی رو شما دست کم گرفتی، کیمیایی به حرف من گوش کنه، قصه‌ای که نوشته بود آقای بهارلو میدونه رو دیوار موقع فیلم برداری هست چه صحنه‌ای باید گرفته بشه، این صحنه اونجا اضافه شد بهش. اینا ساواک منو خواسته بیان. ببین عزیزم، ساواک منو خواسته، من اگه این مأمور ساواک جز این کاری که شما نقل کردی که من خودم اقرار انگار کردم، انگار من گفتم در تلویزیون تپش که من این کاری که، خب من مأمور ساواکم، اصلا شوخی نداره. شما اگه کارگرا رو اونجا کاری کردی، مأمور ساواک من چیکار میکنه؟ شما از ترس بوده اصلا. من جایی قرار گرفته بودم اتفاقا در جای خودم همه جا گفتم اگر میخواستم
اون تفکر رو قبول داشتم، اون خبرچینی و جاسوسی. من آقای ثابتی رو پشت سرم میذاشتم، ثابتی ها رو کارمند خودم میکردم، اینقدر گوش داشتم و دارم. و این شمایی که تعجب میکنید که این وحشت میکردید، نه من ساواک اوه انقدر خونهای سلطنت آباد بردم برای جمعه، برای نماز، نه جمهوری اسلامی، حکومت پیش از انقلاب، برای ترانه نماز چند بار بردم از این خونهای سلطنت آباد و میکده و چیز. نه وحشتی نبود، کاری من نکرده بودم. مسئله اینه که کجا ایستاده خود آدم. من رفاقت نزدیک 30 سال اونجا با کیمیایی از کار خداحافظی کردم، تا امریکا که اومد دیگه باهاش گپ نداشتم بزنم، حتی راه دیگری اون رفت، اون مستقل فکر میکرد، اون خودش که انقلاب پیش بینی کرده، داستان اونم باز مفصل جدا گفتم. مسئله اینه که شما چرا فکر کردید که وزارت اطلاعات داره در مورد درست میگه؟ بدون که اصلا بپرسی، با یه تلفن میتونستی بپرسی که آقا تو ساواک تو رو خواسته این کارو بکنی یا نه. آخه اگه خواسته و من این کارو کردم که ساواکی هم که شما هی تعارف کن بگو من انسان شریفی، چون من اینا همون تعارف های قلابی مثل لیدیز فرست، خانم ها مقدم هستن پیش از انقلاب، همه عادت داشتن میگفتن لیدیز فرست. نه، اگر من این کار کردم گفتم هر ثانیه ایش باید خودکشی کنم و حرفی ندارم بزنم، چون شما عزیز من جناب رئیسی 20 دقیقه بیشتر شاید صحبت کردید. پاسخ من که آقا شما میدونستید دارید حرف وزارت اطلاعات رو بازگو میکنید و مستند از قول من یا نه، اینو جواب ندادید. بازم الان وقت بگیرید، شما 20 دقیقه بلد هستید سخنرانی کنید، خوب کارتونه، من کارم این نیست. میتونید باز یک ساعت دیگه صحبت کنید، بدون که پاسخ من داده بشید مقولات دیگه هم بگید که نظرتونه راجع به سینما، راجع به این لومپنیزم، همه اینا بسیارش من با شما هم نظرم، اما به همین دلیل من کناره گرفتم از چی میگن، اومدم واسه شدم عملگی کردم بیرون از ایران. دوست عزیز شما نمیدونم چه جور زندگی گذروندید، من اونایی که لس آنجلس شاهد بودن دیدم من چی کار میکردم، کارگری کردم. من کارگری بلد نبودم، اما بلد وقتی آدم ناگزیر بشه میکنه. من کردم این کارو. چرا؟ وقتی نشدم نون خون بخورم. من ببینید، بذارید شما اقلا اینو شما بدونید، باور کنید کاغذاشو باید داشته باشم. آقای ورجاوند وزیر شد، من میتونستم از مدیر کلی شروع کنم، معاون وزیری شروع کنم. نه، من اهل قدرت و ثروت و این چیزا هرگز نبودم، اهل دروغ اونم به رفیق قدیمی نبودم. عقیده خودم که برعکس این اسلام بود و به همین دلیل که این فیلم اسلامی شد، من این پروژه رو رها کردم بیام برعکس. شما چیزی نقل قول از من میکنی، اگه خودت میگفتی میگفتی برداشت من این بود که این فلانی باعث شد، میکنم باش من حرفی ندارم. آره این برداشت شما میتونه باشه، شما نقل قول مستند به قول خودت به تلویزیون تپش و مصاحبه من و اونا در صورتی که همه اینا باره وزارت اطلاعات اون سایت مشرق، اونم برای من آقای بهبهانی فرستاد که این سایت این جملات درست انگار شما انگار که از رو خوندید، عشان معلوم. هنوز من دلم نمیخواد دیگه ادامه بدم، برای اینکه شما پاسخی در این زمینه نمیدهید مستقیم. باز الان نیم ساعت دیگه هم صحبت کنید، باز چیزهای دیگه خواهید گفت که زیبا خواهد بود، برای منم درس میتونه باشه، یاد بگیرم، هیچ مسئله نیست. ولی ترجیح میدم که اگر شما پاسخی در 30 ثانیه یا یک دقیقه دارید بدید به اینکه شما میدونستید حرف وزارت اطلاعات رو دارید از قول من نقل میکنید یا نه. بله، سپاسگزارم. اولا اگر فکر میکنید که هر سایتی در داخل کشور در میاد مال وزارت اطلاعات، من اجازه بدید این سایت نشد آقای بهبهانی. این سایت مال وزارت اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی عزیزم، این سایت مال آقای بهبهانی گفتن. آقای بهبهانی شما اینجا شهادت بدید این سایت و هم سایت مشرق و هم... که یه سایت دیگه هم از اون نقل کرده عین همون جملات رو، عوض نکنید. شما میدونستید سایت مال جمهوری اسلامی یا نه؟ فرق ببین آقای من از اونا نیستم که مثلا به من بگن آقا این حرف رو هیتلر زده، میگم خب اگه حرف درستی زده گوش میدم، حرف نادرستی زده گوش نمیدم. خودم عقل و شعور دارم. یعنی خیلی چپا فرهنگشون این است که آقا این حرف سیاسی است تو چرا تکرار میکنی؟ من باید برم ببری. ولی عزیز دلم این مطالب رو شما این حق رو داشتید، در مقیاس میلیونی کشور پخش شده، اونجا شما ناراحت نشدید، خب اینا رو جوابیه بهشون میدادید دیگه. من خبر را... آقای رئیسی
آقای رئیسی، من از این سایت که دو سال پیش در اومده باور کنید خبر نداشتم. عجیبه آخر دهد عزیز دلم، سایت تنها نبوده، در تلویزیون کانال هفت هفته ها در این مورد صحبت شده در مورد سفر سنگ. اجازه بده کانال هفت کجا؟ تهران. تهران من نمیگیرم که، شما تهران عزیز دلم، شما آدم معمولی نیستید آقا عزیز جان. بنده چجوری از اگر کوچکترین کلمه ای در مورد من تو ایران بحشه، دوستان به من میرسونن و از من میخوان جواب بدن. اجازه بده آدم معمولی نیستید شما. اجازه بده من 30 ثانیه بگم. کانال هفت و هر چی که راجع به ایران از ایران پخش میشه، چه سایت باشه، چه نشریات باشه، چه تلویزیون باشه، چه رادیو باشه، اینها بدون نظر جمهوری حکومت اسلامی در واقع طرح میشه. شما که میدونید وقت شما به اعتماد میکنید، من کانال هفت رو باید پاسخ بدم. نه حرفتون رو گرفتم، من کانال هفت رو باید عزیز من حتما باید شنیده باشم و به اون پاسخ بدم. نه من آقای رئیسی وقتی مطرح میکنه، رئیس آقای رئیسی کسی که قرار بوده توی جبهه مخالف حکومت اسلامی باشه، اما به هر دلیل مغایرتی نداره، این مغایرتی نداره. شما به اون که شما به رسانه ها آقای رئیسی، برای این که تمام روشنفکران داخل کشور، تمام نقادان سینما داخل کشور، تمام اون به این کانال توجه کردن، نقد نوشتن، همه روشنفکران چپا هم هستن توشون. پس بنابراین نیست که بگیم هر چی از اونجا پخش میشه تابوه، نباید گوش بدی و نباید اصلا دقت کنی. من هم چه دیدگاهی ندارم، هر روزم تمام سایت های داخل کشور میخونم، چون باید بدونم چی میگذره تو مملکت و نقد کنم چه جوری است. اجازه بدی آقای رئیسی، شما اینو خوندید و قبول کردید، حرف من اتفاقا همینجاست که میگید، شما اقرار کردید، شما باید هیتلر هم میگه بخونید، ولی شما حرف هیتلر رو خوندید، قبول کردید، بیان کردید، بیان به قول کردم، اجازه نقل به معنا کردم. شما نه شما نقل قول کردید از من، نگفتید دارم از سایت مشرق برم نقل قول میکنم. چرا خودتون قبول کردید؟ قبول کردید جناب رئیسی، ناراحت نشید. من نه شما من ناراحت نیستم، شما حرفی برای که مسئولیت وقتی که نقل از یه روزنامه میارم، نقل از یه جای میارم، مسئولیتش به عهده اونهاست نه به عهده من. نه بله 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 بله. بذارید من بگم، حالا راشو اسم نمیارم کسایی که این کارو میکنن. من میتونم در یه نشریه‌ای فرانسوی، برای مثال فرانسوی زبان، هر مطلبی میخوام راجع به آقای رئیسی بنویسم با نام مستعار، بعد اونو ترجمه کنم، نقل کنم در رسانه‌های فارسی، بگم اینو آقای جوزف کیک نوشته. مسئولش جوزف نه، مسئولش منم که دارم نقل میکنم. شما خیلی ساده میگی، شما ساده میگی میکنید آقای رئیسی. اگر لازم بدید همینم، به خاطر همینم جیومه رو درست کردن که میذارم تو جیومه، نقل قول هست. شما زبانی گفتی، من از روی شما من اینا رو همه نوشته شده جناب، اینا همه نوشته شده. نه نوشته تپش نه نیست، من خوندم، همه اونجا هست، اینا همه اونجا هست. تپش رو شما اضافه کردی؟ اصلا شما با دقت برو بخونه، همه اینها اونجا هست. تلویزیون تپش من همش نقل قول کردم. آخه تلویزیون تپش من میگم یه مصاحبه دارم، 3 نوبت 3 ساعت طول کشیده، من 3 ساعت نمیستم. من نیست. حالا اگر مشکل من نیست عزیزم، مشکل من نیست که نقل قول کردم. شما میرید بگید که آقا این کار نشده، اونا جواب ده خواهند. به کی بگم؟ در صورت همون تلویزیون تپش هست، همون تلویزیون هست، برید بگید که آقا آقای رئیسی تپش، وقتی من میدونم چنین حرفی رو، چنین گوی رو نخوردم، برم بگم تو چرا این حرفی نه اختیار این باز فارغ نیست خانم ها مقدم هم. نه عزیزم نه قربونت برم، شما پذیرفتین رو. من وقت بعدش سوالم اینه، چرا پذیرفتین؟ اگر وقت باشد وقت بود لازم دید آقای بهبانی، شما رعایت وقت رو نکردید، من پرسش کردم طولانی، ایشون پاسخ داد و وقت تموم شد. اگر لازم دیدید، اگر جناب رئیسی فکر میکنه که مایل به گفتگوست نه فقط سخنرانی، من با کمال میل باز هم میشینم منتها راجع به این موضوع نقل قول کردن. نه راجب اینکه لومپنی ببین عزیزم، نه خیلی چیزا هستش که میتونیم ما هم عقیده باشیم، خیلی چیزا هم مخالف هم، ولی اگر بریم وارد چیزهای دیگه بشیم پرت میشیم از اصل موضوع. اصل موضوع تمام پرسش من اینه که چطور آقای رئیسی که به هر حال مسابقه تو مبارزه داره به رسانه های ایران اعتماد میکنه و
و با خرد خودش میسنجه میگه درسته، میاد نقل میکنه بدونی که بگه از اونجا نقل کرده، از من، از قول من نقل میکنه. درست این مطلبی که تو اون نوشته هست. اگر لازم دیدید که این لازم روشن بکنید، شما اینو بیشتر روشن کنید، و الا یک طرفه شما میتونید هر چی دلت خواست بگی، منم برام میشم هر چی دارم خواستم بگم. اگر این با شماست و آقای بهبهانی اگه وقت بذاره، من این حاله میکنم به دوستانی که در داخل پیگیری میکنن و در خارج این مطالب رو پیگیری کنند و در صورت یا این نقل و قول بسیار مستنده یا نیست. بعدش شما هم یه حق دارید، اگر این کارو بکنید بی نهایت از شما سپاسگزار میشم. وظیفه این توی روزنامه شرق چاپ شده، وظیفه شما بود. روزنامه شرق نبوده، روزنامه شرق نبوده. بله اینا در داخل سایت مشرق، روزنامه شرق شریفه. بله روز سایت مشرق اوکی، تو کیهان تهران اون بخشی که مربوط به یه دوره بود، یه دوره بود کیهان هوایی، کیهان هوایی در مورد خیلی از شخصیت‌های خارج کشور می نوشتن، خیلی هم جوابش می دادن. شما هم حق دارید عزیزم به اون سایت جواب بدید، ما هم جواب شما رو می خونیم، بعد میگیم آقای منفرد زاده منطق سره. آقای رئیسی این بهتره. آقای رئیسی سگ پارس میکنه، من به سگ پارس نمیکنم. من کیهان شریعت مداری و کانال های تلویزیون ایران رو که پاسخ ندارم بدم. اگه اجازه بده رو رسانه خودش با کمال میل هر چه پول بتونم از دوستان میگیرم که بذار 10 دقیقه من پاسخش اونجا بدم. ولی شما وقتی جایی میگی من به شما پاسخ میدم، شما مسئول گفته خودت هستی، نمیتونی بگی حسن گفت جعفر گفت. شما به حسن و جعفر اعتماد کردید. به درستی میگید که من کاملا دفعه دوم رفتم اون رو آوردم. من منتظر میشم شما ایمیل منم منتظر میشم جناب منفرد زاده. منم به عنوان یک آدمی که اینقدر حساسیت نسبت به حیثیت و شرافت خودش داره، حساسیت من انتظار دارم شما پاسخ بدید نه من. من نقل قول کردم، فقط میتونم برم دنبالش که این نقل قول ها را مستندتر میدم میشه یا نه، ولی شما وظیفتون بود پاسخ بدید. این رو به شما بگم، این رو به شما بگم جناب، نه جناب منفرد زاده، شما به هیچ وجه نمیتوانستید، شما به هیچ وجه نمیتوانستید جای ثابتی رو بگیرید. برای ثابتی شدن یک کاتگوری دیگه از انسان نه اگرش گوش اگر عمه من مرد بود، عمو بود، اگر من میتونستم کوتاه بیام این مسائل رو قبول کنم. نه مسئله کوتاه آمدن تنها نیست عزیزم، مسئله کوتاه آمدن نیست. دوست عزیز استعدادی. شما به خودت آقای. نگاه نکن عزیز جان، به جربوزهای خودت نگاه نکن. بنده آدم ها بودن چونشون رو گذاشتن، آدم ها ارزش با ارزشترین چیز رو گذاشتن رفتن، برای این گذاشتن که شما امروز این حرفا رو بزنید. شما بگید من باید به جمهوری اسلامی پاسخ بدم؟ نه، من به شما که مدعی مبارزه و استبداد بودی و هستی، من به شما پاسخ بدم. چرا نقل قول دروغ از من میکنی؟ دروغ میگی شما، شما دروغ میگید بعد فلانی گفته جمهوری اسلامی، من برم اونجا جواب بدم؟ شما دارید هنوز حرف خودتو میزنی، شما هنوز دارید میگید من باید برم به کیهان شریعت مداری پاسخ بدم؟ عجب جالب فرزاده. و همین گفته شکار من به هوازت میکنم، احتمالا اقای بهبهانی کتاب بیاد من اینو میبرم به جاهای دیگه. بسیار عالیه. حاله ولی آقای منفرد زده، آقای منفرد زده، بنده به اندازه موها و سبیلها و ریش شما، چون موقعی که پرمو بود من کابل خوردم، تمام زندانی های سیاسی زمان شام میدونن، تنها زندانی سیاسی هستم که یک سال تو بیمارستان بودم. تو میخوای منو به ترسو بودن متهم کنی؟ تو آقا اعتبار آدم ها به راست و دروغ گفتنشونه، نه به زندانی کشیدن. پس به ایش مسئله شجاعت اینجا نکشون. چرا مسئله شجاعت اینجا نکشون برای من؟ دروغ از ترسی شما رفتی هواداری از پادشاهی هم کردی. دروغ نگفتم من، شما از پادشاهی هواداری کردی، راحت ندادن. بنده شما رفتید تو تلویزیون من، تو گریه کردی و اشتباهات گذشته خودت رو چیز کردی. بنده الانم میگم تو همین تلویزیون لس آنجلس، تو همین تلویزیون های لس آنجلس از چپ بودن خودم دفاع کردم و دروغه. دروغه. برو تو کانال های آقای شهرام همایون، برو بقیه گفتی
گفتی ولی اون لحظه دروغ گفتی. من حرفم اینه شما رفت کار پهلوی کار کنید راهت ندادن آقا، راهت ندادن بنده... نپذیرفتن شما. من فکر میکنم آقای رضا پهلوی اینقدر وجدان داره که بگه من نخواستم یا اینا نخواستن. شما رو نخواستن داره. آقا شما رو نخواستن حتی... باور کنید خبر دارم شما رو نخواستن. هر کس به شما گفته دروغ گفته. اجازه بدید که من اینجا حتی آقای محترم سابقه مبارزت عزیزم، سابقه مبارزتون اینجور میگی که نقل قول شما از هر کی میکنی شما مسئول نیستی. اون کسی که گفته مسئوله. یعنی اگر راجع به آقای رئیسی یه نقل قول من بیارم یه جا بکنم، من مسئول نیستم. درست میگی؟ اینو درست فهمیدم؟ معلومه وقتی که من نقل من پس این کارو میکنم. من این کارو میکنم برات. من این کارو برات میکنم. آقا من این کارو برات میکنم. من نقل قولشو میارم یه جا. ببینم شما جرجس میکنید. منم میرم همون بالاترین ردهش میارم که من رو نخواستم یا من خودم نخواستم. اونو من میدونم. آقا رئیس اونو من میدونم. اگه خواسته بودم رفته بودی. آقای محترم. آقای محترم. بعد از انتخاباتشون بعد از انتخاباتشون هم شما یه کارگر ساده از شهرستان میایی اجازه بده رفتی رو اینترنت اطلاعات رو جمع کردی حالا تحلیل و تفسیر میکنی. خب به اینجا میرسی. شما حتی نمیدونی سینمایی که من ازش دور کنده شدم به چه دلیل کنده شدم. یعنی اینقدر این آسون همه این اهل سینما میدونن اینو. آقای شما نخواستی. شما نظرات تحلیل شما حجت بوده برات نظر رضایت تو. چرا مرعوبش هستی یه جوری یا بدهکارش نمیدونم. اوکی من اصلی که میدونم گفتم نشناختیش. هرچی اتهام میخوای بزن تو. ولی حتی بحث روشن فکری و تو بحث سینما من دعوتت میکنم به مناظره. دعوتت میکنم به مناظره در رابطه با سینما، سینما ایران و سینمای جهان. اگر من اگر شما به بنبست نرسیدید من دیگه اصلا حرف نمیزنم تا آخر. اجازه بگیم حرف آخری که میخوای بزنی حرف آخره بزنم. سینمای ایران اتفاقا آدمهایی مثل شما رو پرورش داد. چرا؟ تمام بیخ و بر لومپنیز رو تبلیغ کرد. بله. اجازه بده تموم بشه. شما متولدش بودید آقای محترم. گنج قارون نمیخوام. گنج قارون نمیخوام. مال فراوان میخوام. آهنگساز این فیلم ها بودید. بنده نبودم. من گنج قارون نه قربونت برم. شما اطلاعات شما همینه دیگه. اشکال بله. همینه. شما یه سینما ساخت جناب عالی تو صنف بودی. بنده تو صنف نبودم عزیزم. آقا من دلم از وقتم گذشت گرفتارم. ایشون نمیذاره من حرف بزنم. برای که چی هستی اونجا هستی؟ بله در صورت آقای رئیسی نه آقای رئیسی اجازه بده منم 10 دقیقه حرف بزنم حالا که من وقت منو گرفتی. شما که داشتی میرفتی 10 دقیقه پیش باید میرفتی نیزم. 10 دقیقه تحمل کن. و در که دیگه گفتین تا ساعت 7 بیشتر نیستم. آدم مهمی هست شما در وقت ندارم. شما عزیزی من خواهش کردم اجازه بدید من برم. شما نذاشتی. شما مطلب گفتم نذاشتم. چجوری جلو تو گرفتم آقا؟ الان شما میذاری من 10 دقیقه صحبت کنم یا برم؟ بفرما من گوش میدم آقا. قربانت برم. ممنونم. از جایی که دیدی یه یادداشت کن. اگه توهینی بود چیزی بود بگو بر نکنم. من پس میگیرم. سینمای ایران از بیخو از خیلی پیش نمیشه رفت 6 ماه قبل از انقلاب ارزیابی که بگیم چرا انقلاب شد. 6 ماه قبل خیلی این کارو میکنن. خیلی ها میرن رو اینترنت پیدا میکنن سرهم میکنن کتابسازی هم میکنن بعد پژوهش نتیجه پژوهش هم بیرون میدن. من ایران کاری ندارم. سینمای ایران از بیخوبون از یک فرهنگ سنتی نشأت گرفته بود مقبول مردمان ایران و اتفاقا بیشترین مردمان ساده شهرک نشین و حاشیه نشین و روستانشینان ایران مخاطب اونا بودن. اون فرهنگ بود اومد همینجور جاری شد در تمام ادبیات و فرهنگ. منتها کسانی هم مثل دولت آبادی از اون با اون خاصگاه شروع کردن اعتراض به اون اتفاقات. یعنی هنر و فرهنگ معترض هم از همون جنس و دست بود. بله سینما ایران یکی گنج قارون بود یکی هم کارهای بیضایی و تقوایی و کیمیایی در کارهای اولیه شد. یعنی تا گوست ها اینو بگم. بعدش مسئله سفر سنگ داستان کاملا داستانی که اصلا ارتجایی نبود. دلایل مشخص بود. پر از شهادت هست اینجا. آدم های زنده شون هستن هنوز. چه کی و چی باعث شد. بله اون تا اونجا کیمیایی کار
بسیار بسیار درست که لومپنیز اصلا نبود، اما بر همون فرهنگ سنتی استوار بود. چرا؟ که آدم‌های ساده روستانشین و شهرکشین بفهمن این فیلم‌ها رو و فهمیدن. اینجا بود که نبود آزادی‌های سیاسی، نبود احزاب سیاسی باعث شد که آقای خمینی و حزب اللهی که اسمش حزب الله نبود اون روز، موفق روزگار سیاسی اجتماعی پیش از انقلاب بشه و انقلاب اسلامی صورت بگیره. خب کی مخاطب این سینما بود؟ کی اینا رو پذیرفت؟ همونهایی که با همین فرهنگ بزرگ شدن و هنوز هم فرهنگ استبدادی رو میخوان با جایگزین کردن نوع دیگری استبداد ادامه بدن. اینجاست که من یاغی این اتفاق هستم، من یاغی اندیشه های تبلیغ اندیشه های مذهبی هستم. به مذهب مذهبیونم اصلا اعتراض دارم، کاری بهشون ندارم، خودش به دین خودش به رفتار کنه، روزی 17,000 بار نماز و طاعت های دینیش انجام بده. اشکال اصلی اونجایی چون میشه که به حکومت میرسه و این روزگار پیش میاد که اون وقت فرهیختگانی نقل قول حاکمیت که میخواد بی اعتبار کنه اپوزیسیون، به اصطلاح اپوزیسیون بگم همینجا خارجو، در حال همه مخالفن، حالا هر کی سر خودش هم میزنه، هم دیگر هم نابود کردن. روی 34-35 سال شاهدی اونها از این بهره برداری کردن. یه برنامه هویت هم بود تلویزیون، کی جواب هویت میشد داد؟ هر کسی رو خواست به لجن کشید یک طرفه. به اونها پاسخ نباید داد، پاسخ دادن یعنی جدی گرفتن مبیزی و وزارت ارشاد و خیلی از دوستان اسم نمیبرم، کتاباشون دادن ایران چاپ کردن که گفتن پس لابد جسم شما ممنوع اونجا. دوستان عزیز تفکرتون آزاده دیگه. خب منم میتونستم با اسم مستعار آهنگ ترانه درست کنم، آهنگ ترانه رو بفرستم ایران، خیلی این کارو کردم، اسم نمیبرم، خب نون میخورم، بعد چرا دارم بهنایی کنم من؟ چرا اینه که یه چیزی به من اجازه نمیده این کارو بکنم. درست میگی شما، من نمیتونستم ثابت بشم، چرا اون جنم من نبود؟ و وقت بیام در این 75 سالگی این اتهام به من بخوره که اونم دو سال پیش یکی نوشته، منم بیخبر، و الان به من میگه چرا بیخبر بودی، چرا پاسخ ندادی؟ و این دوست با یه تلفن میتونست بگه آقا اینم چنین چیزی بودی. خب من اگر این کارو کرده باشم میگم آره واقعا غلط کردم، این اشتباه، من ساواکی بودم این کارو کردم، من اصلا پوزش میخوام، از همه بیشتر از کیمیایی پوزش میخوام. ندید گرفتن توانایی های کیمیایی به دلیل اشتباهی است که بعد از انقلاب کرد. این داستان سفر سنگ، یعنی داستان همین داستان فراهانی رو، من و نعمت عقیلی رفت، گیتی هم رفت، شاهدن فریدون جورک لس آنجلس زنده است. اینو ما رو دستش، یعنی داشت فیلمی می ساخت ساخته شده به نام کیفر، بودیم آقا این فیلم ساخته شده، فیلمو به هم زدیم، بودیم آقا اینو آورد چند تا خون، اینو خون، قصه غیر دینی، کاملا غیر مذهبی، البته فقط توش اون اونجا که والی قرآن از اون بالا سنگ از زیر قرآن رد میشه یک اشاره اون تو این هست، ولی هیچ اصلا فیلم مذهبی نبود و نبود و هیچ فیلم نوشت به قول خود کیمیایی مذهبی نبود. و این کار شد، کجا شد؟ وسط فیلم برداری شد. و من به این دلیل کاری که آرزو هنوز برای کیمیایی گفتم من دلم میخواد، اون میدونه من بگیرم اجازه بده تمام صحنه‌های مذهبی رو در میارم، موزیک میذارم روش پخش میکنم، هنوز آرزو میده که این فیلم رو من موزیک میذاشتم، برای اینکه باز بر همون بستر همون فرهنگ مقبول جامعه کارایی داشت و اونقدر کارایی که این آدم نشست گفت من انقلاب پیش بینی کردم، در صورتی که ما به گردنش گذاشتیم اینو بسازه، نه ساواک، نه اینا بی انصافیه. درست اون آدم خودشو یه آدم صاحب سبک، خودشو داغون کرد و ضعیف و نابود و جوون و بدهکار و همه چی، ولی انصاف رو نباید از بین برد. کیمیایی 300,000 تومان اون زمانی که بر فراز آسمان‌ها رو فردین رفت ساخت، دستمزد 300,000 تومانیش رو شهرزاد زنده از خونه ما بود رد کرد، یعنی سناریو رو خوندیم و خندیدیم و رد کرد 300,000. کیمیایی تا همین سفر سنگ که برای خودش ساخت، وامش هم فرهنگ هنر داد، باز جورک اینا همه شاهدن، هیچی نداشت، بعدش نمیدونم چی داره، هیچی نداشت، 300,000 تومان دو تا خونه میتونست بخره باش اون موقع. بنابراین نه، بی انصافی نکنیم، خواهش میکنم، خیلی چیزا هستش روشن نیست، انقدر مسئله این جامعه داشته که من بیام بگم حالا من چی رو من خودم ثابت کنم که من ساواکی نبودم، یا این متن رو باید خونده باشم، خیلی بی انصافیه. شما بگید من تمام رسانه ها رو باید گوش کرده باشم، تمام خونده باشم و پاسخ، و اون مثلا شما الان که گفتی من به اون مشرق، سایت مشرق چیزی ندارم بنویسم، اون حتی برای شاملو، آقا برای شاملو من اینو برای آقای نوری‌الله فرستادم،
برای سپاهان رو همینجور، اینو برای شاملو مطلب مد درست کردن بدون امضا از کمیته چیچی تحقیق تلویزیون، یه چیز مرکز پژوهش‌های فرهنگی تلویزیون، شاملو رو کردن مسلمان. مد برای من اومد، برای نوریالا فرستادن که آقا این چیه، چی کار میشه کرد؟ گفتن امروز هیچی، ولی 30 سال دیگه یارو توی اسناد پژوهش میکنه پیدا میکنه شاملو مسلمان بوده. و اینقدر بی‌انصافی، وقت کی باید اینا رو پالایش کنه؟ ما با شلختگی نمیتونیم پالایش کنیم و آینده رو بر همین منوار میبینیم که بچرخه درش. امیدوارم، ببخشید من 2 دقیقه بیشتر از 10 دقیقه صحبت کردم جناب رئیس، امیدوارم که شما رو نرنجونده باشم. من قصد توهین و تجاوز به حقوق هیچ کسو ندارم، به ویژه کسی که به هر حال از من بوده روزگاری. من فکر میکنم که اصلا من صدای جناب رئیسی رو ندارم. من فکر نمیکنم که اصلا شما نمیباید اینقدر عصبانی میشودی. من فکر نمیکنم، ولی در صورت انسان دیگه. در زمینه این بحث هم من نه اولش هم تأکید کردم، بحثای دو نفرم که با آقای بهبانی گفتم به هیچ وجه این قصد رو بنده نداشتم. بیشتر هدفم این بود که این رو اثبات بکنم، این نظریه رو با کرسی بنشونم که این پدیده اسلامگرایی تصادفاً به وجود نیامد، به مدیریت شده. توضیح دادم در بود تشکیلاتیش که از 1954 که آقای سعید رمضان رهبر 28 ساله اخوان المسلمین رو در کاخ سفید، آقای آیزنهاور رهبر بزرگترین اصطلاح قدرت جهانی پذیرفت، از اون زمان به بعد قبل از اون رابطه مؤتلفه، رابطه فدایان اسلام به اخوانی ها، رابطه آقای ابراهیمی یزدی در تگزاس با ریچارد کاتن و همینطور قدزاده، همه اینا رو توضیح دادم. این در بود تشکیلاتیش این سازماندهی رو کردم. در بود فرهنگیش هم غرب و ویژه آمریکا با ابزارهای قدرتمند تبلیغاتیش اسلام گرایی رو تشدید کرد. نمونه پیامبر، فیلم در مورد پیامبر ساختن، فیلم های متعدد اسلامی بسیار تاثیرگذار ساختن، عمر مختار ساختن. گفتم در همین رابطه هم من نمیتونه توی کتم بره که این پدیده ها، گرچه میدونم آقای کیمیایی یه روزنامه خانه، تیتر روزنامه میخانه، حتی کتاب خان نیست، اینطوری که من استنباط کردم، و به همین دلیلم به روز فیلم میسازه، یعنی حادث نگار هست، و به همین دلیلم برای همچون انسانی که این حساسیت ها را پیدا میکنه طبیعی است که از اون حوادثی که داره اتفاق میفته و عواملش تو خیابان دیده میشه فیلم بسازه. ولی به اعتقاد من این جریان کاملا هدفمند بخشی از جدال بزرگ دوران جنگ سرد همین بوده، جنگ نرم بوده، قدرت نرم بوده که مذهب رو بر علیه مارکسیست‌ها در سطح جهان منطقه بر علیه ناسیونالیست‌ها، بر علیه ترقی‌خواهان به کار گرفتن و آگاهانه هم به کار گرفتن. عوامل منطقه‌ایش رو با جزئیات مطالعه کردم، در آوردم، عوامل داخلیش هم گذاشتن. اینا هم دو دسته بودن، یه دسته مستقیم بودن رابطه‌شون، یه دسته تأثیرپذیر بودن، فضا بهشون داده می‌شد. به همین دلیلم این رو به اصطلاح پدیده لومپنیز، پدیده اسلام‌گرایش. شما فیلم قیصر چیزی جز لایه قصاص نیست، همون چیزی که بعدش خمینی اورد اجراش کرد. جامعه آمادگی ذهنی پذیرش لایه قصاص رو داشت. اساس لایه قصاص چش در مقابل چش، دندان در مقابل دندانه، این ذهنیت رو کاملا آماده کرده بودن. اون رابطه زن رو که توی فیلم قیصر من دیدم، همین که این دختر که روی پژوهشگری داره، روح درسخانی داره، جرمش و بزرگترین فلاکتش اینه که به خاطر امتحان رفته پلوی بچه همسایه. این جور بوده تو جامعه سنتی که زن از خونه نباید بیره بیرون حتی برای درس خوندن و دانش، جانش میده و آبرو همه رو میبره. خب این پدیده زنش، خشونت عریانش،
هیچ کدام از فیلم های رو من ندیدم که یک خشونت اوریان مثل این خشونت ببینم. فیلم گانگستریز رو زیاد دیدم من، فیلم پدرخواندارم دیدم که اوج تاپ گانگستریزم آمریکای هالیوودیه. اونجا کاملا نگاه بکنیم مارلون براندو نهایتش خشونت لفظی حتی معدود به کار میبره، فقط توضیح میده که این نابود میشه بعد اون نابود دیگه. اجرا خیلی سمبولیک و نمادینه دیگه، چی بگر چه تیغ موکت بوری و ژاکت بوری و زاران گلو گردن خون خون مثل گوسفند را جاری بشه. این خشونت اوریان، این خشونتی که الان تو جامعه است، این جامعه است، حاصلش فقط گفتار آخوند نیست، حاصلش ترویج خشونت سیستماتیک توسط هنر ایرانه، فیلم ایرانه. این خشونت افسار گسیخته‌ای که هر کس پاشنش میکشه و روی بوق زدن آدمکشی تو خیابونای تهران راه میفته، تو یک به اصطلاح چی میگن حادثه ساده دعوا یه مرتبه پاشنه‌ها کشیده میشه و موزیک مد راه میفته و تیغ کشی راه میفته و آدمکشی. این خشونت اینقدر تشدید شده، همین فیلم هست تاثیرگذار رو بچه 7 ساله خوزستانی که تیغ مدگت بری میبره بچه 6 ساله رو میکشه. این از آخوند یاد نگرفته، بچه نمیتونه از آخوند یاد بگیره. خود ما این سنی رو طی کردیم، خود من کلاس پنجم دبستان که شروع کردم به کتاب خواندن با سختی، شخصیت ژان والژان مدت ها جز وجود من شده بود، میخواستم ژان والژان بشم. همونطور که بعدها سنهای بالاتر این شخصیت های داستانی، چرا که مرحله حسی شخصیت گیری من هست، هنوز مرحله عاطفی ام، من مرحله عقلانی منطقی بنده نرسیدم با اون سن سال. و اینجا فیلم و هنر تاثیرگذارترین پدیده تو جامعه ما هست. خب به همین دلیلم ترویج خشونت یکی از چیزهای مستمر این پدیده فیلم های دهه 50 لومپنیزم و لاتی و الاخر، چه کلا مخملیش و چه کلا غیر مخملیش، که البته من در مورد ابتکارات آقای کیمیایی کاملا واقف هستم. یعنی فیلم قیصر فیلمی کاملا کلاسیک شد که بعدا بسیار از روش کپی کردن، هیچ کس هم به اون اوج نرسیده. چه هنرمندی بسیار بالای آقای بروز وتوقی که بسیار عالی هست، یعنی به نام مسابقه یک هنرپیشه. چه سناریو، یه فیلم ارگانیک برخلاف فیلم‌های دیگه، چیز که اجزاش به هم گسیخته است، پاره پاره است، این خیلی ارگانیکه، یه مقدمه داره مؤخره داره، منطقی به نظر میاد. و در اینجا زن هم توی آثار کیمیایی، زن ستیزترین آدم تاریخ سینماست ایشون. زن توی تفایی چیزایی نست، یا باکره است یا فاحشه است، در صورت یا باید مثل مادر همطور گریه بکنه و دعا بخونه و اینها بکنه، یا معشوقش آقای خانم پوری بنایی اونجا حتی تأثیر روی آدم نمیتونه بذاره که ارائه‌ای که در پیش گرفته خودش چیز بکنه. من خودم کنار میکشم، تو برو حالا میخوای چیکار بکنی؟ میخوای بری دو تا آدم بکشی دیگه؟ حالا من خیلی من خیلی انقلاب سوسیالیستی، انقلاب اجتماعی که نمیخوای بکنی پدر جان. عناصر یاغی و عصیان زده توی فیلماش هست، حالا فقط تو فیلم گوزا اون رنگ عصیان فردی، رنگ به اصطلاح سیاسی، نیم سیاسی به خودش میگیره. و الاخر پایان عشق هم توی چیدینا اصلا مفهومی نداره، دست و پاگیری دیگه، و زن همیشه میگه دست و پاگیری، توی فیلم قیصر هم اصطلاح دست پاگیری، آبجی خودت بپوشون. پایانش هم به شدت ناخوش، همه فیلماش هیچ گونه آرمانخایی که چپ پیام داره توی همه فیلماش آرمان خان، اصلا این چپ نیست به اون مفهومی که متداول شده. من نمیدونم چرا این رو بگیم، من معذرت بخوام دست بلند کردی، من خواهد بگیم بفرمایی نمویم باشه. بله کاملا درسته. اینا ببینید، شما نقد کیمیایی یه معقول است که شما این چیزا که میگی خوب برم گوش میدم، بسیارش هم درسته، خیلی دقیق‌تر هم میشه کاراشو نقد کرد، درسته. این نقد کیمیایی، من مسئول، چون از ایرانم نامه هنوز من، ایمیل میاد به من چغلی میکنن، میگم من که پدر کیمیایی نیستم، چرا به من میگی؟ واقعا به من میگن. حالا شما میگید به من، خب من باز میذارم به حساب که حساب میکنن رفیق قدیمیشم، من یه جور مسئولم. ولی میخوام اینو بگم، این درسته که این فرهنگ لومپنیسم توی سینما ایران به شکل بالایی با اتفاقا با فیلمی مثل قیصر، اما مقطع قیصر، اول اینو بگیم، مقطع فیلم قیصر وقتی ساخته شد دو گروه روشنفکری، کاوسی، دکتر کاوسی و دو نفر دیگه، نجف دریابندری، یه ده بسیار بیشماری چندین برابر اون سه نفر مدافع و اون سه نفر مخالف،
مخالفت اون مدافعان فیلم رو به عنوان در یک کلام رسید اونجا که دانشجو جماعت بگیم مخالف استبداد گفت ایسر یعنی عکس العمل. جوان به عنوان عکس العمل معرفی شد، یعنی بار مثبتش این بود. اما بار منفیش هم شما اشاره کردید که من همینجا بگم، من 35 سال پیش راجع به این تجاوز به این دختر 35 سال پیش، این شما مقصر نیستی که نخوندیم، من اینجا در نشریات با چند بار تو مصاحبه گفتم من اگر دوباره این فیلم ساخته بشه شریک جرم این فیلم نمیشم. چرا؟ برای اینکه چرا باید دختری که بهش تجاوز میشه خودکشی کنه؟ این چه فرهنگیه؟ اونجا کار خرابه. روشن فکری ایران از دکتر کاوسی ببخشید از حتی دکتر همه رو دو بخش مخالف موافق این فیلم به این نکته هرگز اشاره نکرد. دکتر کاوسی و دو نفر دیگه میگفتن خب آقا به خواهر تجاوز شده برو کلانتری. ببین این رو این در واقع نظر شما رو تایید میکنه، درسته اون در واقع تیغ کشیدن نه نباید بکشی برو کلانتری، ولی آیا کلانتری پاسخ درست میگفت؟ حالا اینم بگم بدون شما، قیصر یک اتفاق مستندی بود در بازارچه آقمنگل جنوب اکبر مشتی بازارچه بود، اتفاق افتاد در پیش از انقلاب، قبل از این فیلم سال 41-2 بود شده. این آقای لات محل فاسق به اصطلاح فاسق خواهرشو کشت رفت زندان، 6 یا 7 ماه بعد آزاد شد، قاتل دختر، قاتل یه مرد آزاد شد از زندان پیش از انقلاب 6 تا 7 ماه بعد، با سینه سپر اومد توی محل جلوی سر بازارچه براش گوسفند کشتن، یه سری هم نوچه دنبالش تا ته محل سر گردن فراز رفت. این اتفاق باعث شد دستمایه قیصر بود. این وجود داشت تو فرهنگ سنتی جامعه ایران و اینو میشه گفت که آره روشن فکری ایران، بگیم روشن فکری ایران در سینما و نوشته قصه ها ندید گرفت این حضور منفی سنت رو، به جای اینکه نقدش کنه جوری بررسی کنه ندید گرفت، یعنی مقبولیت داشت براش، ببخشید اینجوری بگم بوگندش حس نمیشد. ما هم که شاگرد اون نسل بودیم، ما هم بوگند و من هم بعد از انقلاب واقعا فهمیدم عجب خبطی بود که گفتم در این جرم مشارکت دیگه نمیکنم. حالا اینجا برگردیم، اگر دولت میخواست اسلامی کنه و این کشتن اینجوری و این انتقام گیری که گفتید شما به درستی ریشه در فقط اسلام نداره، آخوند نیست، فرهنگه، درسته، اگه دولت می‌خواست این کارو کنه چرا خودش نساخت یک دونه فیلم اینجوری نساخت؟ هیچ، هر چی فیلم گنجل و آشغالی بود هیچ مشکلی نه با سانسور داشت نه با ممیزه، هیچ نوع راحت ساخته میشد. حتی بودجه گذاشتن، اینا من بگم بودجه گذاشتن برای فیلمسازا که لوایح ششگانه اون موقع 6 تا بودش، بعد زیاد شد، راجع به یکی از لوایح ششگانه فیلم بسازن، نمیدونم 500 هزار تومان 600 هزار، موقع خیلی پول بود، پول بگیرن بسازن. وحدت تنها کسی بود که رفت یه فیلم ساخت و وزارت فرهنگ هنر این فیلمو دید، فیلمو پولش رو داده بود، گفت در آورد تمام اون چیزی که تعریف کرده بود از چیزش، این یکی از اصولش انقلاب سفید در آوردن، خودشون دیدن باعث خنده و مسخره مردم میشد، یعنی اینقدر بد، یعنی فیلم سازایی که کارمند مسلک بودن و براشون فرق نمی‌کرد، پول می‌خواستن و شهرت می‌خواستن و قدرت می‌خواستن، اونا فیلماشون ساختن، مشکلی هم نداشتن. عده‌ای بودن که سینمای سالم، من میگم نه پیشرو، چون یه گروه سینماگران پیشرو درست کردیم اونم حرفی داشت، ولی سینمای سالم با بیضایی و تقوایی و کیمیایی و مهرجویی و ملاپور شوهر آخانوم ساخت، اینا یه سری پا گرفت و مهمتر از همه به نظر من عزیز بزرگوارتر از همه فیلم نبرم نصرت کریمی، اون هم در بستر همون فرهنگ منتها نقادانه با چه ظرافتهایی چقدر زیبا به طنز کشید و همون باعث شد تو زندان چقدر آزار دید. بمانم من میخوام بگم که این بستر فرهنگی تا تغییر نکنه حکومت سنتی میمونه، برای تغییرش باید خطر کرد و بدون توهین و فحاشی توسط بزرگانی که پیشکسوتن و میدونن نقد بشه این فرهنگ، نه اینکه به شاخه ها و میوه های فرهنگ، البته میشه نقدم بشه به شاخه ها میوه هاش مثل سینمای دینی که امروز به محمد و همه چیز کسیده همیشه هم بوده، این رو نقد کرد تا مردم روشن بشن، تا مردم روشن نشن باز انقلاب هم بکنن، انقلاب ناآگاهانه نتیجه چیزی جز تکرار نیست جناب رئیسی. کاملا درست، من صد بار این رو تاکید کردم که در غرب قبل از اینکه انقلاب سیاسی کنن اول انقلاب فکری صورت گرفت، قبل از اینکه روبسپیر و موبسپیر بیاد تو صحنه، گالیله و کوپرنیک و
نفوم نیوتون ها آمدن اون جهان نگری انسان رو اصلا بنیادن تغییر دادن دیگه، اون زمین محوری رو گذاشتن کنار، آقا خورشید مرکزه چیشی رو زمین، انسان مرکز ثقل کائناته گذاشتن کنار، بازی رو اصلا به هم زدن، هیرارشی مذهبی خدا، فرشتگان، پادشاهان، امامان، بعدش رعیت، این رو اصلا سر ته کردن، اصلا جهان نگریش تغییر کرد. بعد انقلاب فرهنگی بزرگ صورت گرفت، دانته ها آمدن، نفهم اینها کمدی الهی نوشتن، گوته ها آمدن، بعدش مهم دون کیشوت ها آمدن، همه انقلاب عظیم فرهنگی صورت گرفت، انقلاب سیاسی و انقلاب صنعتی کردن، بعد انقلاب سیاسی صورت گرفت. مال ما دائما هنوز به لحاظ همه مذهب زده هستیم، مذهب زده هستیم، تماممون فرهنگمون مذهب زده است، هنوز منطق جا نیفتده تو ذهن ما، هنوز که ذهن فلسفی جامعه حداقل بخش الیتش پیدا نکرده، یه رابطه عمیقی بین سینما و فلسفه وجود داره، این رو به قشنگی توضیح دادن قار افلاطون، اون تمثیل عالی عصر 2500 سال پیش، تمثیلی است که کاربرد کاملا تو سینما داره، این همونه. چرا؟ به دلیل این که در تمثیل غار افلاطون انسان‌ها رو مجسم میکنه که دست بسته روی به دیوار غار، همینجوری تکون نمیتونن بخورن، نگاه نمیتونن برگردن عقب. خب این آدم از پشت آتشی است و اشبایی جلوی آتش تصویرش روی چیز میکنه، این انسان چون جهان رو ندیده، این انسان چون واقعیت رو ندیده، این انسان چون روشنایی ندیده، فکر میکنه تصاویر واقعی هستن، ولی وقتی که یک نفر یا همشون برگردن این زنجیرهای انجماد فکری، منظورش هم اینجا انجماد فکری، زندان فکری تو، زندان تصویری تو، این زنجیر رو پاره کن، برو نور خورشید، اون موقع تازه شروع میکنی واقعیت ها را دیدن. جامعه ما را چنین توی قار توحش نگه داشتن، قار فکری، و نمیگذرن، و به همین دلیل هم سینما هم همین واقعیته. یعنی تا اونجایی که من جوان، من نوجوان کاملا میخوب میشم به تصویر، حتی در اولین بار که آدم میره سینما تشیرش بین واقعیت و تخیل گم میشه، جور کم تو این زمینه زیاد داریم که بگن فلان همشهری ما رفت اونجا، بعد دید کارهای بیغیرتی میشه و چند نفر ریختن، یه نفر گردش برداشت که بی شرف های بیغیرت حمله کرد، هرچی گفتم با سینما هست طرف، این تأثیر این رو میخوام بگم. در صورت جناب منفردزاده عزیز، قصد من توضیح این مطالب است که هنرمند روشنفکر بار و مسئولیت داره در قبال آگاهی ملتش. این رو یه بار گفتم تکرار میکنم، زمان امیر کبیر بزرگ اینها به اصطلاح بیماری کودکان آبله آمده بود تو تهران، دستور داده بود که آبله کوبی کنن، اولین بار تو ایران مردم نکردن، گفتود مجانی، یعنی با پولش با دولت که جلوگیری کنن، نکردن، بخشن کردن، بخشن نکردن، به خبر آوردن براش که سر کوچه این به اصطلاح لبنیاتی یا اینا سه تا بچهش یه جا مردن، این غمگین و براشفته دوید خونه اینا، همین نوری هم کنارش بود، نوری که بعد صدر اعظم شد، اونجا هار هار گریه کرد، به این پدر میگه چرا نکردی، مجانی که بود، گفت آخوند گفته که اگر این مایه کوبی کنی جن میره تو تن بچه. خب یعنی تأثیر خرافات و کلام اتوریتر آخوند روی انسان عامی است دیگه. بعد امیر کبیر بهش میگه جناب چیز نوری بهش میگه چرا گریه میکنی، من فکر کردم آقازاده یعنی پسر خودت مرده، گفت آقا من به عنوان حاکم به عنوان چیز این مثل پسر خودمه، همون مسئولیت باید داشته باشم. بعد گفت اینا نادانن، به تو چه مربوطه، گفت مسئول نادانش رو منم تو هستیم که در رأس قدرتی، حالا این قدرت یا مرجعیت قدرت سیاسی است، مرجعیت دینی است، مرجعیت هنری است، نه همه مرجعیت دارن این آقایانی که وقتی که میان در مقام شاملو، یعنی چی؟ یعنی من مرجعیت هنری دارم، فرهنگی دارم، آقای جسمش از سید جلال آل احمد،
من مرجعیت تئوریک دارم، ادبی دارم. اون آقا هم که دست به فیلم سازی میزنه با این موقعیت مرجعیت داره برای خودش، یا در این جایگاه قرار گرفته، مسئول حماقت مردم تو هستی، بعد من هستم. حالا بنده یه کارگر ساده، خب منابعم چی هست؟ باید از کجا بیارم؟ میرم سینماش اینه، ابتذاله، میرم تئاترش آنه، میرم مقاله بخونم. خب حالا دولت آبادی رفیق خیلی نزدیک منه دیگه، از زندان با هم رفیق بودیم فلان. روز تو خیابون بعد از سربات و مخفی بودم و اینا، در صورت جناب دولت آبادی رو روبوسی و فلان، دعوت به خانه و تو اون هولوش بعد از انقلاب همه اکتیو و اینجور چیزا. بالاخره من گفتم درد سر برد نشه، گفت مهم نیست. آرفتیم توی تاخچه خونش، دیدم که سه تا عکس دیدم. یکی عکس بریده، سر بریده کامل با سبیل های نیچه ای. بعد نگاه کردم دیدم عکس واقعیه. بعد سه تا جنازه هم روی از این برانکارد های ژاندارمری بود که با پتوی دولتی درست میکردن. گفتم محمود اینا این چیه عکسش؟ گفت خان عمو. خان عمو چیه؟ گفت کتاب کلیده رو نخوندی. گفتم والا وقت ندارم الان، آوارم اینجوری هم از این خانه به اون خانه. در صورت کتابش رو گرفتم، فقط توضیحاتی که داد گفتم این واقعی عکس؟ گفت آره. گفتم کجا؟ گفت این داستان در بخش بزرگش اتفاق افتاده، اینا رو توی ژاندارمری نوشابور بوده عکس ها. بعد از انقلاب دوستان میدونستم من روی کار میکنم، اینا رو آوردن، تمام پرونده رو آوردن به من دادن، پرونده همین داستان رو. و اتفاقا رفتم شوروی با اون بلوچه که تو این داستان هست رفیق رفیق شدم، که جزئیاتی اون برای من گفته شگفت انگیز، اون بلوچه معروف تو اونجا که به اصطلاح چیز میکنه. در صورت اینا رو میخواستم بگم، بهش گفتم چه چرا در مورد کارگران نمیشتی؟ تو که مارکسیستی، در مورد دهقانی نمیشتی؟ گفت کار توه، همسر توه، من با اون فضا اصلا آشنا نیستم. من از کودکی خوش چین بودم، درو کردم، تمام بازی ها رو از سر گذارندم و پیچ خمهاش کاملا میشناسم، روانشناسی دهقان رو میشناسم، روانشناسی اشعری میشناسم. ولی این آدم با این بزرگیش وقتی که اونجا میره اسیر اسیان ایلیاتی میشه، یعنی اون فرد ستاری که میبایست نقش پیشرو رو تو ده بازی کنه، اونها رو جنبش شده به طرف سوسیالیسم بیاره، خود این آدم پیشرو در تاثیر یاغیگری میشه، یا نصرت کریمی چیز رفیقمون جنوبی شاه در تاثیر یه شتربان اسیانگر میشه یاغی. در اون دوران یاغی ها چی میشن؟ دایه دایه، وقت جنگ، وقت تفتیر و تفنگ. یعنی اینجا این فرهنگ هیچ کدومش فرهنگ مدرن نیست جناب. من دعوام صحبتم بر سر این هست کاملا اینه دوست. یعنی روی فقط این آقای کیمیایی مقصر نیست، این عصیان فرد بر علیه سیستمه. حالا لومپن داشته عصیان فرد سیاسی تو گوزناست، عصیان باز فرده، هیچ نظم فکری، هیچ چیزی که چه سلبی برخورد میکنن، چیزی ایجابی نمیذارن. آقا چی میخوای جاش بذاری؟ کسی این پرسش نمیپرسه که تو این رژیم رو بکش پایین، اوکی چه میخوای جاش بذاری؟ جواب میدونی چی بوده؟ صد بار با این گوشم توی تاکسی و همه جا شنیدم اینا برن سک بیا جاش بهتر است. یه بار تجربه این هاست برادر. من انتظار دارم اون کسی نقش وجدان آگاه جامعه رو بازی میکنه بدم بر مقام روشن فکر، رسالت خودش یک بدانه، دوم به رسالتش خوب عمل بکنه تا ما گرفتار این بلایان نشیم. وگرنه نه چیده خیلی هم من خودم حقیقتش رو بگم، خیلی سرم رفتم، خیلی هم تحت تاثیرش بودم، ولی شبی که سواک من رو گرفت فیلم چیز هست بازی کرده چیز بشه پاپیون، و این فیلم به من خیلی کمک به جان تو ساعت 11 این فیلم تمام شد، من رفت خواهم خونه، 12 رفتم خونه گرفتم. منو دائما تو اون سلول میزدن، ای میگفتم من از این کمترم، من از این کمترم، یه آدم عادی بود. با 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 با. یعنی تأثیر یه فیلم رو آدم میتونه خیلی زیاد باشه. همینطور میگن توی آلمانی میگن کانت و گوته مکملن. اون برای خواص خواص نوشته کانت فلسفه رو،
این آقای گوته بر اساس اندیشه او رمان نوشته برای مردم و این دوتا تکمیل کردن هم دیگر. همینطور باید بریم مثلا فرض کن رابطه شکسپیر با اندیشمند عصر خودش، همینطور در انقلاب مشروطیت رو میبینیم نظریه پردازش مثلا فرض کن آخونزاده است، اون یکی مراقعه داستان نویسش است یا الاخر. یعنی این رابطه هست. من فقط اینجا حیران ماندم این سالهای 50 الان اینجا آمارهای کتاب رو نگاه میکنم بخشدم از سال 45 رشد کتاب تا 49 رو به بالاست، از 49 تا 55-56 رو به انحطاط میده. ایرانی 3 ثانیه در سال کتاب میخوانه آقای محترم، 3 ثانیه. بر بستر چنین فرهنگی بخواستی کی بیاد بالا؟ همین آقای خمینی و همین آقای چی اسمش که دیوانه احمدی نژاد میاد بالا. از بستر این فرهنگی که فرهنگ شفایی حاکمه، استاد فرهنگ شفایی کیه؟ آخونده. 7 سال دوره میبینم که برن رو منبر حرف بزنن. به همین دلیل هم نویسنده چی میگن؟ روشن فکر مدر ابزار اصلیش نوشتاره، نوشتار. فرهنگ شفایی ما مفقوده. تیراژ کتاب 2000 نسخه هم نیست، میانگینش 1000 نسخه است. 90% 80% کتاب ها کتاب های مذهبی و درسی و اینجور چیز ها هست. ببین انحطاط فرهنگ رو ببینید. این رابطه مستقیم با مسئله قدرت هم داره. هی هر چقدر شاهنشاه میره، شاهنشاهی معمولی میشه شاهنشاه آریامهر میره بالا، بعد میشه شاهنشاه آریامهر فلان، بعد میشه خدایگان، همونطوری که این قدرت میره بالا القاب هم میره بالا، فرهنگ سقوط میکنه. تیراژ کتاب میاد پایین. فقط 7 سالن تئاتر تو کشور هست که 5 تاش تو تهران و 2 تاش میبره اوره. ملتی که آقا تئاتر ندیده، سمفونی نمیشناسه، گوش موسیقی شنو نداره. به همین دلیل من حالا نمیخوام چیز بکنم، ولی حقیقتش بهت میگم. همون موقع جمعه من قریب بودم تو تهران، از پالایشگاه آبادان منتقل کردم تهران. این نمیدونم این جمعه فرهاد رو اون یک تاثیر وحشتناک رو من میذاشه، اون قربت من بیان میکنه دائما. خب گوش من موسیقی شنویش در این حده، دیگه سمفونی نمیشناسه، فلان نمیشناسه. گرچه البته دوستان ما در اون موقع یه محفلی بودیم توی سر تا سر نفت موسیقی کلاسیک هم گوش میدادیم. دارم توضیح میدم که فضا چی است، وظیفه تو است عزیزم. من اینو بهت بگم، مثلا شما فیلم های چاپلین که نگاه بکنیم، از یک طرف یه شادی بی پایان و خوشکامی، و از یک طرف یه غم اندوه فراوان توی مثلا دیکتاتور بزرگش هست، توی اون که عصر جدیدش هست. یعنی شادکامی خوشکامی و تلخکامی با هم یه ملودرامی درست میکنه شگفت‌انگیز آدم. تا جایی که تو اعماق روستاهای ایران مثلا نبرد چشم میخواد مسخره بازی در بیاره، تو بختیاری ها، تو ایلیاتی ها هیچ میگن چلی بازی در نیار. یعنی اینقدر تا اعماق روستا هم این آدم رفته، چلی بازی در نیار. یعنی این آدم نشون میده که آقا هنر هفتمو فهمیده و میدونه چه رسالتی داره و چه کار باید بکنه. اینجا این فرد بدونه که خشونت حیوانی علیه قدرت به کار ببره، پلیس رو چنان مسخره میکنه که نماینده قدرت از آدم همینطور شاد میمونه، ولی پلیس نمیکشه دیگه، پلیس چاقو نمیذاره، پلیس فلان، پلیس بازی میده دیگه، با ذهن و فکر و اندیشه خودش، با عملکرد خودش. قرازم از این صحبت جناب منفرد زده، در صورت این نقش و رسالت رو شما هنوز هم دارید و دوستان شما هنوز هم دارن و میبایست بروند به این که این خشونت گسترده رو فقط فیلمسازای ایران میدونه چرا میتونن؟ برای این که فرهنگ ما مونولوگه، فرهنگ ما شفاییه، تصویریه، بصریه. فرهنگ چپی توی مملکت تو غرب مدرنیته اولش با چی شروع میشه ایزم؟ با میگن یکی از عناصر کلیدیش گوتنبرگ دیگه، چاپه کتاب رو از انحصار خواص کلیسا و اینا در میاره دست مردم میده. تیراژای کتاب ولتر 300,000 تو عصر خودش، ژان ژاکز پیش فروش میشه. ما این دوران تجربه نکردیم. گذار ما به مدرنیته علاوه بر نوشتاری کوتاه و بعد تلویزیون که آمد، سینما که آمد، این جنبه چی است؟ رفت توی مونولوگ و گفتار و شفایی و تصویر. به همین دلیل رسالت
فیلمساز خیلی بالاست تو این مملکت با شناختی که من دارم از این. شما نگاه بکنید ارزان ترین تفریح مردم هم هست مردم فقیر، بلیت ارزونه نسبت به درآمدا. و همین دلیل هم حاشیه شهری ها تماما چیکار میکردن؟ سینما میبردن دیگه، آخر هفته یه چیزی میبردن و به همین دلیل تأثیر گذاره. این آقا برن آقا این بازی خشونت هست توی مملکت اینا میتونن ریشکن کنن. بازی وقتی که میاد بیرون چهار تا پرسش تو ذهن این بابا نمیگذارن، یعنی سینما متفکر نیست، سینما استدلالی نیست، به قول چیز بگن تأمل و مباحثه تو این بازی نیست، عمل و نمایش فقط. بعد به مسائل انتزاعی و فکری و شک کردن و تردید کردن اصلا نمیپردازه. طرف شخصیتی میاره محکم مثل قیصر از اول بکومه تا آخر، دیگه نه حرف میشنوه، نه نصیحت میشنوه، نه عشق میفهمه آقا، نه مادر میفهمه که آقا اینا هم هست. این خشک بودن تو، اراده فولادین تو، خب اگر با عقل و خرد تو هم نباشه و تعدیل نشه، یک حیوان، یک حیوان نباشی، یه ماشین، یه ربات هستی تو. چون انسان با عقل و خرد هست که قرایزش تحت کنترل میاد، حس انتقامش، حس بقاش، همه اینها. و به خاطر این هم هست که انسان ترسو معمولا خردمنده. ترس یه امر خوبیه، چیز بدی نیست، ترسی که تو را فلج نکنم، ولی اون ترسی که از پدیده ها داری به فکر کردن به تو منتظر، این فرم متفکر بود. ترس از بمب، ترس از جنگ، ترس از قحطی، ترس از فلان، همه این ترس ها هست که انسان رو جامعه پذیر میکنه. ترس از، به قول آقای هابز، لیویاتان، ترس از هرج و مرج. به حقی بزرگ می نگفته 100 سال حکومت استبداد بهتر از 1 سال بی حکومتیه، حکومت عوامه یا حکومت چی میگن اهل قوقا هست. خب اینا رو تجربه شده جامعه. پس بنابراین وظایف چی باید انجام بده؟ دولت ما که هی شریعت میگه، اپوزیسیون ما که همش میخواد با اتکا به قدرت‌های خارجی، نمیفهم ناتانیاهو و پاتانیاهو و زهرمارایانو بره با عرابه جنگی را به قدرت برسه. به این رسالت من نفهمیدم روشن کردن مردم به عهده کی هست. در صورت اینو میدونیم که همه اینا اکتسابی هست، انسان باید کسب بکنه. این حرف آقای آقای ارسطو نادرسته، انسان حیوانیست اجتماعی، حیوانیست سیاسی. نه، آقای هابز درست میگه، اینا را انسان اکتساب میکنه، کسب میکنه، تو جامعه به دست میاره. وگرنه انسان هم مثل حیوان قرایزش حکومت میکنه بشه، غریزه بقا، غریزه تأثیر، قرایز، آن چیزی که انسان را متأثیر میکنه تفکره و این هاست. و این جنبه را من حیران ماندم، واقعا توش ماندم. هیچ وقت هم به اون مقتصاتی که جنابالی در محدوده روشنفکران فضاهای درونش بودی نبودم، گرچه تو زندان همون بچه هایی که اومدن زندان رو از نزدیک دیگه روستای جونجونه شدم و خیلی هم ازشون آموختم، از فن سخنداری رو بگیر که از ناصر روانیجاد و سید سلطانپور رو اینا یاد گرفتم، تا به قول من روانشناسی ارشد رو از بازی استاد دانشگاه بود اونجا، و اصلا فلسفه رو از آقای شایان فریدو شایان یاد گرفتم، بسیاری چیزا رو اونجا یاد گرفتم، تا آموزگاران بزرگی هم بودم برای من. ولی در صورت این رسالت هنوز جا نیفتاده که وظیفه روشنفکر چی است. بدبختی میدونه چیه جناب منفرد زاده؟ این آقای طبری جمله میگفت جالب بود، میگفت غریزه طبیعی بهتر از آگاهی کاذبه. یعنی غریزه طبیعی کارگر استثمار رو حس میکنه، خیلی چی داره لمس میکنه، ولی آگاهی کاذب بهش بدی همون غریزه هم کور میشه، بعد راحت برده میشه. من فکر میکنم جناب بعد قبل از انقلاب هرچی من نگاه میکنم آگاهی کاذب روش هست. برو چیده که 5-6 هزار کتاب من اینجا دارم ایزم، همینجور جلو همینجور کتابه، همین رو بخورم. این آقای بلن تعمق بیشتر میکنم رو فیگ، رو هنر، روی اندیشه ها، مو بیترم راست میشه که چجوری این آقای جلال آل احمد 2 دهه اتوریته روشنفکری نام بوده. من میگم من جنابالی رو دوست دارم، منفرد زاده رو، ولی نقد رو هم دوست دارم. اینا مغایره هم نیستن اگر سالم باشن. به همین دلیل هم اجازه بدید، من میدونم جناب منفرد زاده
زبان نقد خشنه ولی جامعه ما عادت بهش نداره و چون عادت بهش نداره خشن به نظر میاد. کتاب آیزا برلین رو میخوندم، این فیلسوف روستبار انگلیسی، بعد ایشون یه چیز جالبی میگفت در رابطه با نقد، که وقتی که تولستوی چیز داستایوفسکی میخواست مطلب بنویسه، روح بلینسکی بزرگترین نقاد روس بالا سرش بوده، مثل مرکزش میترسی، میگفت الان یه چرت و پرت بنویسم یه پدر سگ بچه میگه، میگفت صد بار تو ذهنش تکرار میکرد، سالمش میکرد، مثل یک هر کلمه رو هر مفهوم رو مثل الماس تراش قد سابش میکرد که کاملا دیگه بیه باشه بعد میذاشتش. این نقد اهمیتش اینه، ولی متاسفانه تو جامعه ما نیست، متاسفم در صورت ببخشید جناب اون اسفندیار منفردزاده گل ما، اگرم به سلامت تو رو واقعا آزردم، قصد آزار نداشتم و عذرخواهی میکنم، من قصد اینجوری ندارم عیسیم، مطمئنه حتما با امیدوارم شما هم تو همین جبهه زحمتکشان و جبهه انسانهایی که در صورت ستم برشون روا داشته شده با قلب مهربانتون و گرمتون و با استقامت سترگتون را هم ادامه بدیم. ما هم هستیم عزیزم اگر اجازه بدین شما، اگر هم نمیدین که خب هیچ دیگه. آقای مهربانی چقدر وقت هست؟ من نمیدونم، ما در دقیقه یه رو 20 دقیقه وقت داریم باقا، میتونین صحبت کنیم. جناب رئیسی، خب بسیار از فرماشون شما اینقدر مشاله خوش زبان هستید و خوش بیان که آدم خب لذت میبره، همینجور چیزهای مختلف میگید و کیف میکنه آدم، هر کدومش میشه که دارجبی صحبت کرد، ولی من فقط شرمنده بودم که بیشتر یاد بگیرم. اما من یه جوری در یه کلام بگم، سرنا از سر گشاد زدن ممکنه باشه اگر ما انتظار داشته باشیم که نویسندگان برای مثال یا فرهنگسازان شروع کننده تبدیل اوضاع از سنت به مدرنیته، یعنی گذار رو نویسندگان شروع بکنن، در حالی این ناممکنه که میدونیم و میبینیم که همون استبداد پیش از انقلاب که گفتید به خدایگان رسید، ادامهش هم کاش من بودم میگفتم که ادامهش به خود خدا رسید که امروز دیگه حکومت خود خداست، یعنی بعد از انقلاب از خدایگانی شاه هم رفت بالاتر، یعنی ایدئولوژیک، حکومت ایدئولوژیک اسلامی اثناعشری که دیگه ویژگی‌هاش رو همه خوب میدونن، اون میاد وسط و ممیزی و سانسور موجه، سانسوری که پایه های اتفاقا اخلاقی داره و اتفاقا پایه بر سنت داره که پذیرفته شده است توسط اکثریت غریب اتفاق جامعه ایران. بنابراین این شکستن این سنت درسته که روشنفکری موظفه که این کار رو بکنه، ولی مانعی که سر راهش هست سانسور و ممیزی حاکمانه. ممیزی حکومت امروز رو ببینید، همین الان دیروز چیزی شنیدم از یکی از رسانه های وایس آف امریکا بود فکر میکنم، سریال در حاشیه که آقای مدیری ساخته، 7000 اچ که قراره که اینا به هر حال تحصیل کردن دیگه، البته تحصیل کردگی دلیل بر روشن اندیشی و خرد ورزی و خردمندی نیست، میدونیم اینو، چون تخصص آدم میره یاد میگیره، علومی رو یاد میگیره، حقوق دکترا، فیلسوف، فیلسوف اسلام، ولی روشنفکر نیست، میشه گفت نگراندیش دینی مثلا، ولی خب حالا حاشیه نرم شما رو چیز کنم. اصل موضوع اینه که این ممیزی و این سانسور موجه که در جامعه هم میگه بله دیگه، خب مثلا پورنوگرافی که نباید دیگه باشه، یا مثلا مقدسه دیگه دین اسلام برای همه مقدسه دیگه، نمیگه آقا مثلا آقای فلانی بنده که مسلمون نیستم اسلام و قرآن باید برای من مقدس باشه، نه من کاری بدون ندارم، که من اگر اون مقدس بدونم که مراد حاصل ابد حکومت بر همین سنت خواهد چرخید. این من میتونم حرفی بزنم در اون جامعه ایران، من نوعی گفتم حالا خودم گوشتن جای روشنفکری که میخواد بنویسه، پس پیش از این که روشنفکر رو ازش انتظار داشته باشیم بنویسه و به اوین احضار نشه، یک چیز میخواد که اونم من تو همین برنامه آقای بهبهانی گستاخانه بارها تکرار کردم، بازم میکنم، که خیال میکنم که تا روزی که بهش نرسیم ما آزادی رو هنوز نفهمیدیم،
گویی که از انقلاب مشروطه شاید 7-8 سال پیشش حرف از سخن از آزادی بوده تا امروز لاینقطع کسی نیست که مخالفت کرده باشه به آزادی. اما این آزادی هر کسی معنای از خودش داشته یا برای خودش داشته که میخواسته، خیراندیشی هم بوده ها، نمیگم بعد ارزیابی نکنید نگاه های مختلف، فلان کس یا فلان بینش یا فلان خط سیاسی میخواسته این آزادی رو به رهایی انسان برسونه اونجور که خودش میخواد، یعنی مستبدانه قدرت رو به دست بگیره و بر اون کارگری که از اون حالت طبیعی در اومده و تزریق شده بهش آگاهی که یک سویه است و این خطرناکه، بیاد رهبری کنه اون رو برسونه اونجوری که میخواد. خب این یعنی نوعی استبداد. بنابراین این آزادی معنای درست نداره پیش همه. هر کسی آزادی خودش رو خواسته. آقای خمینی هم آزادی خواه بوده، آقای گاندی هم آزادی خواه بوده و مثال زدم. برابر این من یه تعریفی یا یک جمله‌ای پیدا کردم به جای آزادی خواه. روزی اگر ما جبهه‌ای دست کم یا جمعی از آزادی دیگراندیش خواهان پیدا کردیم، اونجا جبهه‌ای میتونه تشکیل بشه، اونجا اون وقت از روشنفکران میشه خواست که شما چرا آزادی دیگراندیشگاه نیستید، به این جبهه ببندید، تازه این جبهه بتونه خودشو معرفی کنه در سطح گسترده‌تری در جامعه و اون وقت نویسندگان بتونن آزادی، یعنی جامعه اول آزادی سیاسی رو که آزادی بی قید و شرط سیاسی برای همگان هست به دست بیاره تا قانونن اون جامعه بتونه قدم اول رو از سنت بیرون بذاره بدون ترس و لرز بره سمت مدرنیته. بعدا رؤیای داشتن مدرنیته در سر بنده و جناب عالی خیال میکنم قشنگه، ولی حکایت همون دریاست و یک کاسه ماست، دوغ شدنش واسه اون کاسه ماست. من حرفی دیگه ندارم، من میگم فقط یه چیزی، دوره نواب صفوی ما کوچیک بودیم، یعنی صحبت 12-13 سالگی ما بودش که قدرت شما گفتید که از قبل برنامه‌ریزیه و شاه، خب آقای ثابتی که اومد تو تلویزیون گفت که دیگه شاه 1500 تا لیست داده بود که چه بکنی، شاه گفت نه 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 دست به اینا نزنید، مسلمان ها چه. آقای نواب صفوی، آقای تقوی شیرازی رو آخوند محل ما رو گرفتن، مفصل نمیگم کوتاه، ما به یه فدای اسلام خرازی فروش ما بود رفتیم خیابون خراسون، مخفیگاه آقای نواب صفوی بود، مخفیگاهی که ما بلد بودیم، رفتی پیش ایشون گفتش تلفن برداشت با واحدی بزرگی تلفن برداشت داره. اون برای نمیدونستیم کیه، فرماندار نظامی رو گویا گرفته بود آقای بختیار، آقای تیمسار بختیار، پنا گفت حضرت نواب صفوی صحبت میکنن، گوشش داد دست آقای نواب صفوی. آقای نواب صفوی چند کلمه آرام و خیلی کوتاه گفت، گوشی رو گذاشت، ما نفهمیدیم واقعا چی گفت، روی تختی هم تو گچ فروشی بود، دفتر گچ فروشی بود تو خیابون خراسان، برگشتیم گفت اگه تا نیم ساعت دیگه آقا رو نیاوردن به من خبر بدید. ما خندیدیم اومدیم، این فدای اسلام که خلاص شد گفت نه آقا درست شد، ما رسیدیم باور کنید یه رو بعدش آقای تقوی رو با سلام و صلوات آوردن تو خونه. یعنی اینا نفوذشون اون موقع که مخفی بودن من شاهد بودم، بنابراین این درست اینه که متاسفانه این ریشه لامصب و که خب حکومت که میاد هر کاری میخواد داره میکنه و مردم هر چی و اگر توهین کنیم به مقدسات واویلاست، نکنی چی بگی، چه جوری زیر سوال ببری. ممیزی انقدر هوشمندانه در رفتار میکنه که نمیذاره، شما نمیتونی، شما در ایران باشی نمیتونی همین حرفا رو اونجا بزنی. درست انتقاداتی میشه، ولی اینا حد و حدودی همون خطوط قرمزی است که متاسفانه جا افتاده در ایران، پذیرفته شده است و مردمی که حتی متفکرش به هر حال عادت کنه به خط قرمز پذیرفتن، ممیزی ارشاد رو خود به حضور وزارت ارشاد که در هیچ جای جهان نیست همچین چیزی با این وظایف، اینا رو پذیرفته، روزنامه نگار، نویسنده، هنرمند، سینماگر، اهل تئاتر و همه، و بالاخره بیزاری تفرک بعد از این همه سال پاشد اومد بیرون از ایران. بالاخره مسئله اینه که آسون نیست، گفتنش برای ما آسونه اما انجامش مقدماتی میخواد که جامعه باید آماده پذیرفتن آزادی دگراندیش خواهی بشه، یعنی حتما بدونه که مقدسات خودش برای اون یکی الزاماً مقدس نیست. ولی متاسفانه همین قضیه پاریس، چارلی که پیش اومد همین باعث شد که بخشی از به هر حال مسلمانان به اصطلاح روشن فکر گفتن که آقا خب بالاخره مقدسات مردم نه توهین نباید بشه، یعنی اینجوری فرار کردن که آیا چیزی که برای من مقدس نیست من انتقادش میکنم این توهینه. اسلام، اهل اسلام بله میگه توهینه، ولی از نظر من توهین نیست، نقده. و همچنین گفتی نقد یعنی همه چیز و
نقد اصلا تلخ کاش نباشه برای همه و واقعا برای من زیباست و امیدوارم روزی بدون استثناء همه ما و بعد تا بتونیم توقع داشتیم حکومت و دولت و همه چیز نقد بشه. هر چیزی که نقد بشه درست میشه، نشه درست نخواهد شد. اتفاقا در همین رابطه من فکر میکنم یک که مختصری اشاره کنم، جا داره از انسانهای حالا به صورت طنز نقادی میکنن، از آقای مهران مدیری، باید جامعه حفاظت کنه. جامعه اگر جامعه از تیپی مثل آقای کسروی منتقد، یه منتقد مسلمان درون دینی بود، برون دینی نبود، یه مارکسیست نبود که از بیرون نقد کنه، درون دینی بود، اگر جامعه ازش حفاظت میکرد جسارت رو در روشن فکر تقویت میشد. همه الان آقای مهران مدیری خب چون دست به کارگر بزن جز مقدسات، آقا با زحمت کشان در افتادی به روستایا، آقا روستایی نعمت خداست، با آخوند اصلا نمیشه نزدیک شد، اینا دیگه چی میگن سرشتشون با گل محمدی در بهشت رست شده، اونا کسی نمیشه، با نظامی هم که مامور دولته که نمیشه اصلا چیزی کرد، من بازی نمیشه با مهندس هم هر کدوم، من نمیدونم اصلا این ادبیات برای چی هست، اصلا نقد برای چی هست، اصلا طنز اصلا برای چی هست، اصلا از کجا. خب اینها اولین کاری که آقای ماکس وبر میگه مدرنیته انجام داد چیکار کرد؟ قدسی زدایی بود از قدرت، از همه پروتستانیست رو جانبداری کرد. آفرین خواهد، یعنی اینکه قدسی زدایی کرد، یعنی این دیگه سایه خدا نیست این پادشاه، آقا این هم مثل بنده و جنابالی یه موجودی است که حالا اقتصابی پادشاه شده یا وراثتی است یا بله این فلان اندیشه. بابا بزرگترین قدسی زدائی رو توی عرصه اصلا بابا همین دستگاه جهانبینی آکوینیاس و بعدش چه قدیس آگوستین قدیس که از دل افلاطون ارسطو گرفت بود، کلیسا حافظش بود، کسی جرأت نمی کرد بگه جهان اینجوری است گرده. قطع شد ارتباط، قطع شد با این دوستان. با عرض پوزش بذار ببینیم که صدا قطع شد. بله آقای رئیسی قطع شد، بذار آقای رئیسی رو دوباره بگیریم. آقا ما زندگی افتادیم. بله ببخشید. زندگی نمیتونه زندگی کنیم آقا. آقا بله متاسفانه در صورتش نشوخی میکردم با آقای منفردزاده که بله بله والا خودش باید روشن بشه، دست ما نیست. بله صدای میشنم. بله من عرضی دیگه ندارم، میگم این حلقه گم شده داربین هم که تو ایران که پیدا شد دیگه، خوشبختانه دیگه مشکلم حل شده. چی هست این آقای چی هست میشه رئیس جمهور کی بود؟ اما میدونی آقای منفردزاده این مذاکرات اتمی چرا این روزهای آخر اینقدر حاد شد تا نیمه شب؟ نمیدونستی؟ تمام خب پنج همین به مذاکرات اتمی بود این روزهای آخر دیگه تا دو شب پنج صبح بحث میکردن، حاد شده بود، به نقطه های حساس رسیده بود. میدونی چرا؟ نه. گفت پنج به علاوه یک همه قدرت های اتمی جهان، گفتم ما از همه چی میگذریم، از اون دختر 13 ساله‌ای که توی آشپزخونه با وسایل آشپزی بمب اتم درست که از اون نمیگذریم. آخه وقتی که مملکت یه دختر بچه 13 ساله دانشمند اتمی میشه دیگه حساب بکن بابا کی سر کار داره. جناب رئیسی بره. اشکال یک جاست، گوینده دقت کنید، گوینده میتونه بگه ولی فضایی هست که اون میتونه بگه، اون فضا رو بخن. اون مهمه شما جامعه باید روش کار بشه تا این آدم جرأت نکنه چه حرفی بزنه. بله کاملا حرف منطقی است که
تا بستر اجتماعی نباشه به هیچ وجه هیتلر نمیتونه با یاوه گویاش اینقدر نیرو بکشونه تو خیابون. خب تا بستر اجتماعی نباشه، زمینه ذهنی فراهم نباشه، احمدی نژاد نمیتونه با این یاوه گویاش که اصلا شگفت انگیزه، اصلا تو تاریخ بشر شگفت انگیزه سری حرفاش، اینجوری به اصطلاح تاییدیه بگیره از جامعه. و اینا خب درسته، وقتی یه فیلمی رو میدیدم، دکومنتار فیلم، همین آلمانا درست کرده بودن، این رفته بودن یه روی روشنفک شمال شهر که رایز بوقو داشت و غیرید با تاسیسات و امکانات مدرن کار میکرد، کامپیوتر فلان همه چی مدرن، برشت زندگی اینه دنبال کرده های رو. و آخر هفته این رفته قم، رفته چای جمع کران، اونجا ماتم زده کنار یه ستونا، نامه انداخته تو چا، و خب میگه این تناقض عجیب رو چجوری این جامعه با خودش هم بکنه. این تناقض هم مربوط به حالا نیست عزیزم. از یک طرف مثلا فرض کن این عصر شتر و موتور هستی، از یک طرف ابلاغیه های دادگستری با موتور میرن در خونه میدن، از اون میکش با شتر تصویر حساب میکنن، میگن دیت نفر 40 تا شتر، ما بین شتر و موتور گرفتار شدیم. همین پدیده شاه شانشار یامر در صورت آدم مدرنی بود در خیلی جا، بسیار آدم مدرنی بود، تو زمینه تکنولوژی خیلی قشنگ میفهمید، نظامی نفت رو خیلی خوب میفهمید، همه چیزا مدرنه، زندگیش کراواتش زندگیش، ولی وقتی که میخوام رو سافرت آب روی سرش، قرآن زیر سرش رد میکنه، نفهم چیز میکنه به اصطلاح چی میگه مسجد چی میگن امامزاده ها رو طلاکاری میکنه، بعد توی نجف مینویسه طلا فرستاده اونجا در طلا کردن، نوشته بنده آل علوی غلام رضا پهلوی. خب این چیزا چی؟ آخه این تناقضات چی؟ یا خود خانم فرح یه روشنفکر تاپ بوده، یعنی با محافل تاپترین روشنفکران فرانسه ارتباط دیالوگی داره داشته، ولی همه آدم وقتی که میره قم مثلا چادر سیاه چیز سیاه ورز بره، بعد از اون جشن هنر شیراز خودی تو با نمیخونه، قربانت برم اون کاراکتر با این کاراکتر نمیخونه، یه تناقض یه مشکل تو وجود ما هست. همون واقع به اصطلاح مینی ژوب، هیچ جا مینی ژوب تو دنیا اندازه ایران بالا نبود، همون آدم بس سر اونجا که میسه سفره حضرت عباس میده، سفره رقیه میذاره، آش نفا فلان نرزی میده، این تناقضات من نفهمیدم، یعنی به خاطر اینکه شکل مدرن شده، میخوام بگم ظاهرمون مدرنه ولی اندیشمون مدرن نیست. توی آلمانی نگاه بکنی، من دیدم خیلی هم پیچیده ترین آدم هاشون از لحاظ فلسفی ساده ترین لباس ها رو میپوشن، اصلا زرق و برقی ندارن، تو خیابونم ببینی اینا رو اصلا فکر نمی کنی، فکر میکنی کارگره، فکر میکنی آدم معمولیه، ولی پیچیده ترین تفکر رو داره، نویسنده ارشدی، فیلسوف ارشدی، استاد دانشگاه، ولی مال ما همه را هم نگاه بکنیم با زرق و ورق، با آدکلاند های آنچنانی، کراوات های آنچنانی، لباس های آنچنانی بخوایم خودمون رو مدرن نشون بدیم. بعدش هم الان من میدونم طرف اصلا تو عمرش کتاب نمیخونه، ولی وقتی که میام پشت تلویزیون آقای بهبهانی، البته شما را نمیگم، اطلاع دارم شما اهل کتاب هستین، مثل من دیگه، مثل من یه 500 کتاب میذاره پشت سرش تا نشون بده من کتاب کنه. اما زمان شاه یا الان چیز بود که چی میگن کتاب سازی، کتابای ذبیح الله منصوری رو خوندی، من همشو خوندم، یا کتابای قفسه زرکوبه میچینن، بعد حالا طرف به قول معروف بساز بفروش، ها فرنگ بساز بفروشی من تذیب، طرف بساز بفروشه، تو عمرش یه داستان کوتاه نخونده، ولی میخواد ادای روشن فکرم در برابر ادای طبقه متوسط مدرن در بیاره. آقا سپاسگزارم از حضور هر دو نفر شما نازنینان، ممنونم، به حال امیدوارم که این، امیدوارم کدورتی جناب نداشته باشه، من نگران اینم. نه عزیز کدورت ندارم، فقط یه مؤخره این جمله رو خواهش کنم توسط دوستان آشنایی که داری جناب رئیسی، میخوام واقعا دلم میخواد بدونم که به هر حال این نظام باید خوشحال باشه که من این کارو کردم، مثلا من از طریق صاحب
نه نه فیلم مذهبی، نه فیلم مذهبی کردم. چی شده که اینا میگن که این کرده فیلم مذهبی؟ خب مذهبی شده یه چیزی بگم اسفندیار جان، در گذشته اشکالم از ما بوده، همین خودت هم گفتی آلودگی مفاهیم داشتی. مثلا جناب خسرو گل سرخی توجه نفرمودن که مفهوم عدالت در مارکسیسم که عدالت تولیدی هست با مفهوم عدالت در اسلام که عدالت غارتی هست زمین تا آسمون فرق داره. دوتاش اسمش عدالته، ولی اون بابا لشکراش میان دیسپون و مدائن رو غارت میکنه، بقیه مثل غارتگرا میرن با این خودشون تقسیم میکنن. عدالت مارکسیسی عدالت تولیدی است و طبقه تولید کننده حاکم باید بشه. این دو تا رو نفهمید. این مورد همون در واقع استناد به این میشه کرد که روشنفکری ایران همه چیز هنرها و همه چیز رعایت اون فرهنگ سنتی رو کردن، دو رفتار کردن از جمله آقای گل سرخی. رعایت یه چیز است عزیزم، منم رعایت میکنم، مذهب ستیز نیستم، ولی خودم گول نمیزنم که همون چیزی که امام علی در مورد عدالت درک میکرده همون چیزم مارکس میگه، اصلا اینجوری نیست. تکیه کرد برای اینکه چی میگن پوپولیسم، اون یه بحث دیگه است. تکیه کرد به این، بله تکیه کرد به فرهنگ عامه و بتونه حرفش جلو ببره. بله از حضور شما اجازه بدید که من اینجا در حقیقت وارد بشم و پاسخی باشد این گفتگوها برای اون عزیزانی که دلنگران بودن. و در حقیقت من خودم شخص سعید بهبهانی و تلویزیون میهن در مزان اتهام بود. امیدوارم که برای اون دسته از عزیزانی که سوء تعبیر داشتن هم روشن شده باشد. و به هر حال فقط از راه گفتگوست که ما میتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم. ممنونم. اگر صحبت پایانی دارید هر کدومتون یه دو دقیقه بفرمایید و ما از حضورتون مرخص میشیم. متشکرم. من حرفی ندارم، فقط وقت بیشتر نمیگیرم. امیدوارم که به علت این سایت، یعنی سایت رو بفهمیم که چه جیشی بوده و از کجا مأخذش کجا بوده در واقع، چون اون سایت هم نمی‌نیست، اونم براش نوشته که از مصاحبه ای از من نقل کرده اون در واقع اون سایت. مرسی. من حرف ندارم. در صورت من فکر میکنم خود این بحث بسیار آموزنده است برای جوانان حداقل. چرا؟ ما در اوج اختلاف در این حال روی عناصر مشترکات هم دست گذاشتیم، یعنی سازش اینها چیزای خوبیه، تسامح، مدارا بهتر از خشونت و ترد و نفی و بایکوت و تخریب و اینها هست. میتونه آدم در اوج یه سری اختلافات در یه مورد داشته باشه، در ده مورد چیکار بکنه؟ اشتراکات، روی اشتراکات سرمایه گذاری کنن. سپاسگزارم. موفق باشید جناب اسفندیار منفردزاده عزیز و آقای بهبهانی گرامی و موفق باشید. سپاسگزارم. ممنونم از حضور هر دو بزرگوار. متشکرم آقا. متشکرم. ممنون از حضور شما دو بزرگوار در برنامه. سپاسگزارم یه بار دیگه. ممنون. به حال امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه مورد توجه شما هست سوالات کن که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس و ایمیل لیست و فیسبوک و وبلاگ و وبسایت و هر وسیله‌ای که میشناسید برای دوستانتون هم ارسال بفرمایید. به فیسبوک ما بیایید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv عدد 1. بازم از همه شما نازنینان سپاسگزارم. ممنونم که توجه میکنی. متشکرم. امیدوارم که رفع سوء تفاهم ها شده باشه.